بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که حالتون خوب باشه. بعضی هم پرسن حالت چطوره؟ خیلی بده. حالا اگه بگه طرف حالم بده میخوای چه کار کن؟ بگیم حالتون خوب باشه، یا نمیدونم. در صورت انقدر این ماجرای چند زبانی درد سرساز شده که گاهی وقتا آدم گیر میفته. و یاد اون جوکی میفتم که میگفتن، البته ما یه معلمی داشتیم بنده خدا لکنت زبان داشت، بچه ها برای اون میگفتن، ولی همه جا این شنیده شده بود. میگفتن آقای فلانی رفته مغازه بقالی، گفته که مثلا دو سیر پپپ. تو شیراز سیر نمیگفتن، نمه میگفتن، یعنی 100 گرم یک نمه، 100 گرم نیم وقه، 200 گرم یک وقه، 400 گرم یک چارک، 800 گرم. بعد دیگه آمد شد کیلو و اینها، همه راحت شدن 100 گرم 200 گرم. دوباره آمدیم آمریکا، شد پوند و آنس و اینها و خیلی گیج شدیم. امروز چهارشنبه است، ششم بهمن 1395 و برابر است با 25 ژانویه 2017. اجازه بدین با دوستان فیسبوک روی مردم تیوی هم شیر کنیم. شما هم زحمت بکشید این کار رو انجام بدید. همین الان به شما نشون میدم که چقدر ساده است. ببینید اینجا، اینایی که دارید منو میبینید الان، از روی مردم تیوی وبسایت، از روی گیج شدیم به خدا، وبسایت، صفحه فیسبوک، صفحه فیسبوک خودم، صفحه فیسبوک بیزینس. بابا زندگی انقدر نباید به اصطلاح مکافات داشت. خب ببینیم که، آها ببخشید، رو صفحه سوربی شما منو میبینید. قاطی کردم حسابیا، دیگه نگو و نپرس. خب ببینید، شما وقتی میان اینجا، این سوربی کتاب دستشه و با این عینک دنبال این چیزا میگرده. بله دوستان عزیز، اگر صداقت وصل میشه یا اینترنتتون رو چک کنید یا از یکی از دوستانتون سوال کنید. اصلا من نمیدونم ما ایرانی ها چرا فکر نمی کنیم امکان داره ما اشکال داشته باشیم. همین خود منم همینم. الان که این آقا فرشید عزیز میگه که آقا صدا قطع وصل میشه، من اصلا به خودم نمیگم که ممکنه سوربی تو یه چیزی رو اینجا عوضی امروز استفاده کردی، یا یه دستگاهی روشنه، فوری میندازیم به گردن اون طرف. در صورتی که فکر کنم آمریکایی اول خودش نگاه میکنه، این ورش نگاه میکنه، اون ورش نگاه میکنه، بعد به دیگران میگه. حالا بریم، ما میخواستیم به شما نشون بدیم که چجوری شیر کنیم. میاید اینجا شیر، بعد شما اگر صفحه های مختلف ندارید و یکی دارید، فکر کنم فقط مینویسه شیر ویت فرند. ما اینجا چون چند تا داریم، خدا داده هستیم، ما چقدرم داریم، می‌نویسی که با کی می‌خوای شیر کنی. میگیم با صفحه‌ای که خودمون منیجش می‌کنیم، همون میشه مردم تیوی. اسمش هم می‌بینید اینجا نوشتم شیر آن یور اون تایملاین. میگم نه، اونی که من منیجش می‌کنم چیه؟ مردم تیوی. بعد می‌نویسیم دوباره اینجا سوربی با مردم، ببخشید سوربی، ما هنوز همون دو انگشتی تایپ می‌کنیم، ما یادتون باشه ویلکون نیستیم، بریم یک کلاسی یک کم یاد بگیم. 25 ژانویه چقدر؟ 2017. از کجا هستیم؟ از USA، Land of Opportunity. چه Land of Opportunity که یک آقای کان آرتیست آمده و شده رئیس جمهور. امروز عکس‌ها رو به شما نشون میدم و این دو سه روز گذشته این دیوان بازیایی که این در آورده براتون تعریف میکنم. این صندلی ما همینجور قیچ قیچ میکنه. خلاصه و ممنونم این دوستمون آقای رستانی یا رستاقی، من با عینک درست نمیبینم، ای کاش شما با انگلیسی هم اسم و فامیلتون رو مینوشتید. و دوستان زبان فارسی ناقصه، اشکال داره. اینکه شما یک کلمه مینویسید چهار نوع مختلف میتونید بخونید، بعد 16 تا معنی مختلف داره، این حقیقت از قوی بودن اون زبان نیست، اشکال داره. خب
ببینیم که یه دوستی هم زنگ زده مسیج گذاشته، آقای فواد عزیز این هنرمندمون، و من متاسفانه رو فیسبوک مسیج ها رو نمیگیرم. حالا قرار شد ما برای شما ضرب المثل بخونم. خب امروز یه کمی یواشتر صحبت میکنم، چون روزای چهارشنبه من سریع یا با سرعت صحبت میکردم، چون ساعت دوم آقای یزدان خدابندلو بودن. امروز صبح برایشون نوشتم، آقا تا حالا نه عکسی نه مقاله چیزی. ایشون نوشت تصمیم گرفتم یه مدتی برنامه نداشته باشم. دلخور که نمیشی؟ گفتم نه چرا دلخور بشم. شما اگه برنامه های من دیده باشید، همیشه میگم آن که آمد خوش آمد، آن که رفت به امید دیدار. ولی چرا حقیقتا دلخورم شدم؟ خب شما نباید به من خبر میدادید که مثلا من به این آقای عزیزی، امروز یه جوانی اومد برنامه گذاشت، دوستان حتما روی یوتیوب برید ببینید. البته ما بازپخش تا هفته آینده هر روز برنامه ایشون رو بازپخش میکنیم، روی فیسبوک هم هست. الان نرینا، الان بشینید اینجا برنامه منو فقط نگاه کن. خب بعد این جوان آمد یه برنامه به نام گپی خودمانی. بذارید من این تصویر، با یه دوستی دیروز صحبت میکردم، گاه سوربی من میبینم شما دوربینو میذاری جلو اون پروگرام دیگه، از اون پخش میکنی، چرا مستقیما رو فیسبوک پخش نمیکنی؟ گفتم عزیز دلم، برای که دست تنها هستم، تنبل هستم، همین باریرم که ما داریم حالا لنگان لنگان به مقصد میرسونیم، دیگه شما خیلی انتظار ازمون نداشته باش. البته انتظار دوستان باعث میشه من این دوربینه رو چجوری بذارم که آها که تصویر صاف باشه. بله انتظار دوستان باعث میشه که ما هر روز بهتر و بهتر بشیم. میگه آدم دانا به نیشتر نزند مشت. نیشتر که میدونید مثل همین چاقوهای جراحیه، یا مثل یه درفشی بود نوک تیزی داشت، بعد تو توی جراحی قدیم مثلا این کورک ها و چرک ها و اینا رو با نیشتر چاک میزدن، چرکشو میکشیدن و باید احمق باشی که مشت بزنی به این، خب دستت زخمی میشه. کمون بودیم مشت به در دیوار میزدیم، به هم دیگه چی میگن شواف اینجا میگن، نمایش میدادیم. بمانه آدم دروغگو کمحافظه است. این واقعا درسته، چون شاید هم نیستن، از بس که دروغ میگن باید یادشون باشه، خب بالاخره سون و لیدر دیر و زود یادت میره. پس اگر راست بگی خیلی لازم نیست به مغز فشار بیاری، یه اتفاقی افتاده اونجا بودی شما میگی، چیزی رو که اتفاق افتاده یا چیزی که شما دیدی میگی. ولی اگه دروغ بگی باید یادت باشه به این چی گفتم، به اون چی گفتم، به این چی گفتم، به اون. حافظت باید خیلی قوی باشه. و اما آدم زرنگ پایش روی پوست خربزه بنده است. این کلمه زرنگ اون وقتا میگفتن بچه باهوش و زرنگه، ولی بعدن معنی بدی برداشت تو جامعه، میگفتن با طرف فکر کن زرنگه مثلا، یا زرنگ بازی در نه، یا نمیدونم چجوری باید چیش کنی. بعد آدم عاقل دوبار گول نمیخورد، آدم عجول کار را دوبار میکند. این آدم عاقل دوبار گول نمیخورد، انگلیسی آمریکایی هم میگن fool me once shame on you، fool me twice shame on me. میگن اگه یه بار به من کلک زدی خجالت و ننگش برای تو، اگر دو بار به من کلک زدی اون موقع خجالتش برای من، shame on me. همین چیز ساده رو آقای جورج بوش یادش رفت، گفت که shame on me fool me once shame on you، دیگه دومیش یادش رفت. ها گفت fool me twice دیگه یادش رفت، برای که این مغزش از بس دوا کشیده و از بس الکل خورده بوده موقع جوانیش داغونه. بدبختی به اینه که اینا بعد که میان مذهبی میشن اون وقت میخوان دست ما رو بگیرن ببرن بهشت. بگه آقا ما زودتر از تو بهشت بودیم، برو دنبال کارت، ولمون کن. و اما این کتابه که من ازش میخونم، 1001 مسئله فارسی انگلیسی، خانم سیمین حبیبیان، سیمین کی حبیبیان. اینجا تو آمریکا رسمه وقتی ازدواج میکنن یا فامیل همسرشون رو میگیرن، یا فامیل همسرشون رو بعد از فامیل خودشون
میارن. حالا نمیدونم این اینجوریه یا ایشون مثلا یک اسم وسط هم داشته. در هر صورت من با این خانم فکر کنم سال 2001 مصاحبه کردم و چرا چیز کنم، اون موقع ایشون فکر کنم این کتاب رو برای من امضا کرد، نوشت که بله چه سالی بود. حالا بماند دیگه، مهم نیست، دستشون درد نکنه. ممنون و متشکرم. و شما هم اگر کتابی داشته باشید، اگه یه دونش برای من پست کنید، من به عنوان تشکر توی برنامه یک بار تبلیغش میکنم، هفت بارم هفت روز نشون داده میشه، دیگه از این بهتر این است. خب سلام و درود بی پایان بر آقای علی. آقا بنویس اینجا ببینیم علی رستانی هستی؟ بله نوشت، مرسی مرسی. بله علی رستانی، رستان از لواسانات است. لواسان بود پادگان داشت فکر کنم، فکر کنم. بله در اصل ممنون و متشکرم. امیدوارم شما را هم به زودی در تلویزیون مردم داشته باشیم، برنامه های شعر و شاعری و فرهنگی و ادبی. و اما برگردیم به برنامه آقای فرزاد عزیزی. خیلی جالبه، آقای فضائل عزیزان داشتیم، بعضی وقتا مینوشتیم فرزاد عزیزان، بعد پیش خودم گفتم فضائل عزیزان رفت دانشگاه و درس خوند و اینها، حالا فرزاد عزیزان اومده. حقیقتش من فکر نمی کردم کسی که یه سال باشه از ایران آمده بیرون و به اصطلاح برنامه جایی هم نداشته، اینجوری به این قشنگی به این راحتی جلو دوربین نشستن. دوستان ببخشید من هی گهگاهی هم میگم بابا وقتی سوربیان میشینه، اگه سوربی میتونه شما میتونید، ولی حقیقتا کار هر کس نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواد و مرد کهن. و یادم سالها پیش وقتی که من با دوستان در رادیو تلویزیون فیفکس کار میکردم، یه آقایی که خیلی بلبل زبان بود و مجاهدم بود و اینها، آمد و گفت میدونید شما، خیلی هم با دستاش مثل ترامپ صحبت میکرد، ما کار درست میکنیم، البته اون مثل ترامپ احمق نبود، گفت میدونید شما باید برنامه رو اینجوری کنید، برنامه رو اونجوری کنید. این آقای محمد علی بهش گفت خب آقا بیا خودت یه برنامه بذار. گفت باشه من میام. گفتیم خب فلان روز بیا. گفت نه یه تمرینی داشته باشیم. گفتیم خب شما که انقدر میگی، انقدرم دیدی ادب از که آموختی از بی ادبان، شما الان هر کاری ما بد کردیم شما خوبش انجام میتونی بدی. گفت نه حالا یه تمرینی داشته باشیم. بنده خدا آقای محمد علی ابوقدارم ماها رو کشون روزی یک شنبه اونجا بیان که آقا این آقا تمرین کنه. خب تمرین که میخوای بکنی با چیکار کنی؟ باید شرایط رو مثل شرایط حقیقی، مثل ارتشی ها که میرن مانور میدن، اون شرایط حقیقیه، ولی مثلا گلوله هاش پوکه است یا بلانک به قول آمریکایی. رفتیم نشستیم و دوربین و حاضر و اتاق کنترل 14 نفر آمدیم نشستیم. این آقا قرار بود بشینه اینجوری جلو این کامپیوترها، بعد این مانیتورها رو هم نشون بدیم و بعد این اینجوری یه کاغذ هم مثلا دستش باشه بچرخه به ما که از پشت داریم فیلم برداری میکنیم، وقتی روشو کرد به ما بگه که من آقای ایکس ایگرگیان هستم و از هفته آینده با شما در برنامه‌ای به نام مثلا گپی خودمانی به اصطلاح خواهم بود. آقا خانم 5 بار این اسم خودشم نمیتونست بگی. آقا دیگه خودتی. طرف گفت چی؟ مادرش بهش گفت برو تهران امتحان اعزام بده. گفت پول هتل ندارم که. گفت برو خونه فامیلامو، این فامیلامو بیچاره ها از اینجا رفتن تهران کار کنن، حالا ما همه فکر میکنیم که اینا اونجا دارن پول پارو میکنن و شما برو خونش. گفت مادر برم بگم چی؟ گفت هیچی ننه جون، برو بگو منم. گفت آها دیدی اون وقت در رو که باز میکنن میبینن منو. حالا این ماجرا هم این شده. آقا اسمتو بگو دیگه میفهمن که تو هستی، بیا برنامه. خلاصه به همون چی میگن؟ این خط و این نشون میگن چی میگن که نتونست بیاد. و فقط بعضی وقتا ماها به دیگران بلدیم بگیم چیکار بکن چیکار نکن. و اما درباره زبان فارسی، من وقتی به این دوستم گفتم که فردا من قلم قرمز رو در میارم، قلم قرمز، این یکی قرمز نمی‌نویسه ولی این یکی قرمز می‌نویسه،
قلم قرمز رو در میارم و نوشته شما رو تصحیح میکنم، غلطگیری یا تصحیح. بعد گفت که باشه. بعد پیش خودم گفتم عجب کار احمقانه ای کردم، ایشون از من بزرگتره، مثل داداش بزرگ من هست. اولا فکر کردم همسن بابامه، مثلا بابا من که فوت شده، ولی اگه زنده بود مثلا 80 سال 80 خورده سالش بود، فکر میکردم ایشون اینه، ولی اینجوری که هست مثل داداش بزرگمه. بعد دیدم نه، وقتی که ایراد گرفتم ایشون نوشت برای من که شما درست میگی، ولی این اشکالی که من دارم برای اینه که چند تا زبون مختلف میدونم و هی به خودم فشار میارم که مثلا از زبان دیگه استفاده نکنم، فقط زبان فارسی بنویسم و اینجوری اشکال پیش میاد. در صورت من به این انتقاد پذیری ایشون تبریک میگم و دوستان یک کمی واقعا آرومتر باشیم، انتقاد قبول کنیم و ببینیم که شاید زندگی خودمونم بهتر بشه. و اما خیلی براتون چی دارم اینجا بنویسم که آقای یزدان خداوندلو، حالا خیلی جالبه، من نوشته بودم اینجا که برنامه ها از دوشنبه اینجوری شروع میشه، دوشنبه سوربی ساعت اول مثل بچه مرشد میاد اینجا، مجلس رو گرم میکنه، مجلس که آماده شد ساعت دوم آقای افشارها، دکتر افشارها از سفر برگشتن و مثل مرشد میان برای ما صحبت میکنن. چهارشنبه ها دوباره ساعت دو بعد از ظهر سوربی میاد، ساعت سه بعد از ظهر آقای خداوندلو. فعلا روی آقای خداوندلو خط میکشیم، ولی خط بطلان نمیکشیم، همینجوری در رو باز میزنیم با امید دیدار. و اما جمعه با آقای مصطفی زاده هستیم که درباره هر چیزی که خودشون میخوان صحبت کنن. باز برگردیم به این آقای فرزاد عزیزی که وقتی خواستیم با هم صحبت کنیم گفت آقا شما برنامه ویدیوهای منو، نوشته های منو اینا. گفتم بله میدونم. گفت خب اشکالی چیزی نمیبینی؟ گفتم نه، شما اگه اشکال داشته باشی برنامه‌ت که اجرا کردی بعدا من اشکالتو میگم. به همین جوری که بینن من هنوز نیومدی برنامه بذاری بیام شما رو تخته کنم و سانسور کنم که چی؟ آقا شما طرفدار رضا پهلوی هستی، باش بیا تبلیغ کن. من بارها به دیگران میگم آقا خانم، هی به اونای دیگه، خانم نهزت یا نزهت یحیی‌زاده، هی به دیگران فوش نده، هی به دیگران نگو چرا رفتید میتینگ، چرا رفتید نشستید دور هم، شما بیان دور هم بشین. مگه شما نیومدی؟ مگه اون آقای کی بود استاندار، آقای اسدالله کیه، خدایا چجوری یادم میره، در هر صورت بابا بیان اون چیزی رو که دوست دارید براش وقت بذارید، اون چیزی رو که متنفر هستید نیاد. خود منم این اشکال دارم، متاسفانه خیلی همون این اشکال داریم که برای اون چیزی که متنفریم حاضریم بریم وقت بذاریم، دعوا کنیم، اعصاب خودمون رو خراب کنیم، پیرن خودمون رو پاره کنیم، ولی برای اونی که دوست داریم حاضر نیستیم یک قدم مثبت برداریم. و من فکر میکنم اگه برای اون چیزی که دوست داریم، برای اون شخصی که دوست داریم یه قدم مثبت برداریم، خیلی راحت تر زندگی میکنیم. امیدوارم خودمم توی این کار موفق باشم. پس حالا شد چی؟ با آقای فرزاد عزیزی صحبت میکنم، چون من قول ساعت 12 رو به ایشون دادم روزای جمعه، سر قولم هستم، ولی اگه ایشون خواست اون برنامه که به برنامه ما ردیفتر میشه که ما هر روز 2 ساعت برنامه زنده داشته باشیم، هر روز نه، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه، حالا برنامه ها بیشتر بشه، همین آقای علی رستانی بیاد، خب منم سه شنبه هم میام میگم خب آقای علی رستانی داره شعر و ادب میگه، منم قبلش میام هرچی بی ادبیه میگم که ایشون تصحیح کنه. پنج شنبه هم اون کار. والا دیگه توی 60 سالگی دوست ندارم دوربین بردارم برم توی این واشنگتن فیلم برداری کنم، به خاطر یه نون و پنیر میریم انجام میدیم میایم. ولی شما اگه لطف کنید، حمایت کنید، این دوست عزیز ارمنی که زنگ میزنه، پیام میذاره، بعد به من میگه زنگ بزن، من زنگ میزنم، 1 ساعت رو تلفن با هم صحبت میکنیم که آقا هفته‌ای، ماهی 10 دلار، 15 دلار بده، پیام شما هم پخش بشه. شما میگی من نه ایمیل دارم، نه کامپیوتر نگاه میکنم، نه تلفن دارم، فقط تلفن دارم. ما این امکانو به شما میدیم که از طریق تلفن شما با بیش از 13-14 هزار نفر رو فیسبوک بتونی صحبت کنی. حالا چند هزار نفر رو مردم تیوی هستن دیگه خود شما برید آمار بگیری. خب بله، همین دوستی که دیروز با من صحبت میکرد راجع به
تلویزیون مردم و چرا فیسبوک از صفحه اون به اصطلاح ویدیو و آدیو میکسر میگیرم، خودش قرار تلویزیون داشته باشه، وبسایت داره و اینها، و براش آرزو موفقیت میکنم. بهش گفتم اگه کمکی هم از دست من برمیاد من در خدمتم، ولی یادمون باشه دوستان، خب اگه کسی کمک میکنه کمترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم حمایت کن. بهشون گفتم آقا من این برنامه رو بهت میدم، 3 ماه برنامه اونجوری بهت میدم، این کمک رو انجام میدم، شما هم یه حمایت کن. گفت چشم، ما ارادت داریم. گفتم ارادت خیلی خوبه ولی حمایت خیلی بهتره. دوستان حمایت فراموش نشه. آره اگه آقای فرزاد عزیزی خواست میتونه چهارشنبه هفته آینده 3 بعد از ظهر که میشه 9 شب سوئد با ما باشه. اینم از این. و ببینم که این الیاس چی نوشته. یه دوست جوانی بود به نام الیاس، اگه اشتباه نکنم اون موقعی که ما باهاش صحبت کردیم ازش نپرسیدیم، هم جنسگرا هم بود، با مادرش بود، من هم با خودش مسابقه کردم هم با مادرش مسابقه کردم اینها. اینم رفت، بعد یه مدتی رفت، بعد یه دفعه اومد توی برنامه ها یه چیزی نوشت. بهش گفتم که خب شما اگه مشکلی داری اینجا می‌نویسی، اینجا ممکن 4 نفر ببینن، بیا تو برنامه من بگو، یاد جوونامون بدیم که نترسید، بیان جلو ایراد بگیرین و الی آخر. ببرمون اسم آقای عزیزان آوردیم، آقای عزیزان هم آمد، به به، نور علی نور شده. آقای فرزاد عزیزی از یک طرف، آقای فضائل عزیزان هم اینجا هستن. از هر دوی این دوستان ممنون متشکرم. ضمناً آقای عزیزان گهگاهی ویدیوهایی رو هم روی فیسبوک میذاره، اون وقتا میداد مردم تیوی هم پخش میکردن. اینم از موقعی که رفته سر کار و پول از کار کردن در آورده میبینه چقدر مشکله، خسیس شده، گریدی. و اما پیام حسین از ایران درباره سگها پارس کردن و از حمایت ایشون ممنون. اینجا نوشتم از حمایت ایشون تشکر کن. خب حسین ما رو به زور چپون توی تلگرام، حالا از طریق تلگرام هم پیام میذاره هم در تماس هستیم، از این بابت بسیار خوشحالم. دوستان تلگرام ما هست مردمتیوی.com. من حقیقتش نمیدونم چجوری باید روی تلگرام یارگیری کنم به شما خبر بدم که ما اینجا هستیم. حتی حسین گفت که آقا برو روی صفحه مردم تیوی صفحه اصلی بذار که مردم بیان. آقا ما گذاشتیم، هنوزم مینس 53 نفر یه همچیزی، بذار بینه 59 نفر و ام نداره دیگه، میان میرن. میگم که این آقای یزدان خداونده رو بنده خدا یکم با هزیتیشن یکم وقتی شما خودداری میکنی یه چیزی نگم ناراحت بشه، نوشته بود که من نمیام امروز و فعلا هم نمیتونم برنامه داشته باشم، امیدوارم شما دلخور نشید. گفتم برای چی دلخور بشم؟ به انگلیسی هم براش نوشتم It's been pleasure working with you، چون انگلیسی هم ایشون میدونه. It's been pleasure working with you یعنی خیلی خوب بود، برای تجربه خوبی بود با شما کار کردن. پلژه چیزایی که آدم خوشش میاد، دوست داره، مثلا از ملاقات یه نفر وقتی چیز میکنی میگی مثلا پلژه واز مین، من خیلی خوشحال شدم که با شما آشنا شدم. این ماجرای ملاقات کردن، خیلی ها وقتی به یه نفر میرسن میگن از آشنایی شما خوشبختم. فکر کنم خوشوقتم درسته، نه؟ اینم ایبی نداره، ما درست نمیخوام نقطه بذاریم، همین آقای علی رستانی بیاد برامون توضیح بده. خب پیام حسین رو ببینم. یا حسین، حالا روز اول همه ناراحت بودن، حالا جوکا شروع شد راجع به پلاسکو. مثلا یه دوستمون نوشته بود که این بنده خداها که زیر آوار موندن باید بگن یا حسین میر حسین، فوری 100 نفر میان. بعد یه نفر نوشته بود بله 100 نفر با شلنگ و هلیکوپتر نمیان نجاتشون بدن، با چوب و چماق میان دستگیرشون کنن. ماجرای این، هنوز اینا هنوز تو 1388 هن. دوستان 88 89 90 91 92 93 94 95 8 سال گذشته ما اونجا هستیم هنوز. میدونه الان ملت میگن نگاه کن این سوربی، ماها تو 50 60 سال پیش تا
تو 3000 سال پیش، تو 2000 سال پیش، تو 1400 سال پیش گیر افتادیم. سولبی الان میگه چرا تو 8 سال پیش خودتون گیر کردید؟ همونجا درجا بزنید. و اما حسین چی نوشته؟ نوشته که آره برای من وقتی پیام گذاشت و اینا نوشتم که آقا اشکم در اومد. بعد نوشته بود که کاش کی سر بشکند، پا بشکند، دل نشکند. نوشتم نه بابا، اشک شادی، اشک این که من این ور دنیا نشستم یه عکسی، یه ویدیویی، یه چیزی رو نشون میدم و شما اون ور دنیا توی ایران تماس میگیری با آقای حسین محمدی و لازم نبود دوست عزیز برای من این رسید حواله الکترونیکی رو بفرستی. حرف شما برای من سند مدرک و متشکرم، خیلی ممنون. البته بذار بهتون بگم ایشون چی نوشته. نوشته اول من سلام. ببین شاید کمک کسی مثل من تا شما تایید کنید، من ماهی تا 50. چرا اینجوری قاطی میشه؟ تلگرام وقتی فارسی می‌نویسید قاطی میشه. دوستم من بهتون نشون بدم که فکر نکنید من خدای نکرده فارسیم انقدر بده ها، یا فکر نکنید فارسی حسین انقدر بده. این قاطی میشه، میریزه به هم. چرا نمیدونم. میدونید مثلا شما اگر از کیبورد فارسی استفاده کنید احتمالاً اون کارش درست‌تر از اینیه که ما از برنامه‌های بهنویس و دیگر برنامه‌ها استفاده می‌کنیم، فنگلیش می‌نویسیم فارسی میشه. باید ببینم. من نمیدونم، حالا ایشون تون نوشته. ما توی سیستم‌های تلفن آمریکا وقتی می‌خوایم تکست بفرستیم یک آپشن یا یک گزینه‌ای داره که یه میکروفونه، روی میکروفونه میزنیم. اتفاقا من خیلی ازش استفاده میکنم و باعث میشه انگلیسیم بهتر بشه، برای که وقتی من یه چیزی میگم فکر میکنم انگلیسی گفتم، بعد ببینم ای وای این دستگاه چی فهمیده. ولی مواظب باشید که یه چیزی نگید یه چیز دیگه بره به اصطلاح بفرسه اونجا. نمیدونم، شاید تو ایرانم دوستان با میکروفون صحبت میکنن و این فارسی مینویسه. اگه حسین لطف کنه برای من این رو توضیح بده ممنون میشم. ببینید اینجوری که نوشته من میخونم، نوشته اولا خون فکر کردم نوشته لول، همون ال او ال هست. نوشته اول من سلام. ببینید، ببین شاید کمک کسی مثل تو تا شما تایید کنید، من ماهی تا 50000 تومان بابت خوراک این حیوانات ولی هر ماه کمک که نه خدمت میکنم. آدرس هم خیالی نیست، خودم پیداش میکنم. همینقدر که واسط این امر سگ پسندانه بگم، خدا پسندانه بگم، آدم پسندانه بگم باشه، واسه رونق کارت چرا از باب تبلیغ و خودنمایی و فلان نبوده است. فکر کنم منظورش این که شما که از این کار سودی نمیبرید. اتفاقا میخوام با اون آقای حسین محمدی صحبت کنم، بگم حسین جان هر هفته بذار ما اینا رو نشون بدیم، بعدم ما هم یه سودی ببریم. چرا نه؟ چه اشکالی داره؟ چرا ما فکر میکنیم همه باید بیان مجانی کار کنن؟ چرا سعی نمیکنیم حکومت وظیفه رو که اشتباه بود، چه وظیفه ای؟ خدمت وظیفه، ببخشید، خدمت وظیفه اصلا غلطه. خدمت که وظیفه نمیشه، وظیفه که خدمت نمیشه. چجوریه که به بعضی ها میگن آقا پول بده معاف بشه؟ خب پول اینه که میگیری معاف بده به اون بیچارهی که میاد سربازی، که اون وقت اون داشته باشه وظیفهش رو انجام بده. بازم برمیگردم از آقای آریانپور تشکر میکنم که تفاوت وظیفه و خدمت رو توضیح داد و ما رو از این اشتباه بیرون آورد. خیلی ها زنگ میزنن میگن آقا وظیفه تلویزیون های ایرانی هست که این. نه آقا وظیفه ندارن. چه حقوقی شما دادید؟ چه پولی دادید؟ چه دستمزدی دادید که وظیفه میخواین از طرف؟ بله میتونه سوربی به عنوان خدمت به این سگها، حیوانها، خدمت به این حسین محمدی که اینقدر زحمت میکشه، این خدمته، خدمت کنه، تبلیغشون کنه. ولی اگه شد پول بگیره داره وظیفهش انجام میده. اگر بیشتر از پولی که گرفت وظیفه را انجام داد میشه خدمت. امروز اتفاقا میخواستم به این آقای فرزاد عزیزی بگم که من برنامه‌م این بود که شما 12 تا 1 صحبت کنید، من 1 تا 3، 3 تا 4 آقای یزدان خداوند رو،
آقای خداوند رو اینجاست که من از شما دلخور میشم. اگه شما زودتر به من خبر داده بودید، حالا امیدوارم مریض نباشید، بیمار نباشید، اینها زودتر خبر داده بودید، منم به ایشون میگفتم. وقتی برایشون نوشتم آقا امروز عکس و اینا نفرستادید، ایشون نوشت که من نمیام، تا مدتی هم نیستم و اینها. میخواستم با آقای عزیزی بگم آقاش مهمون من شما، برو تا 90 دقیقه، برو تا 105 دقیقه، یک ساعت، خودت از جیب خودت پول دادی، ممنون، متشکر، حمایت کردی، منم برات سنگ تموم گذاشتم، خودت هم میدونی، به هر تلویزیون تماس بگی، برنامه زنده، برنامه زنده روی فیسبوک، برنامه روی یوتیوب، برنامه به قول آقای مصطفی زاده میگه مخلفات، میگه برنامه زندگی زنده با مخلفات. خب برگردیم به حسین. بله حسین میگه آقا این کارایی هم که کردی برای خودنمایی و اینا نبوده، این کار شما مثل ادویه خوراکیست که خوراکیست در باب این تیوی درسته، مستقیم پولی به تیوی واریز نمیشه ولی جای دوری نمیریزه، نمیره. شما با کیفیت ترین مواد اولیه یک خوراک را فراهم و در کمال دقت و حوصله تهیه و آماده شود، ولی ادویه و نمک و در این خوراک لحاظ نشه یا شور و تند و فلان بشه، مسلم کسی با همه گرسنگی شاید یک لقمه وگرنه محال آن خوراک را میل کند. ببخشید کار درسته، تا چه در نظر افتاد، یک فایل صوتی زمیمه فرستادم. خب حسین جان به ما بگو که چرا این نوشته ها اینجوری میشه، آیا شما با عجله نوشتی یا اینکه تلگرام قاطی کرده. و اما فایل صوتی حسین رو با هم گوش میدیم و من باز هم از حسین و حسین های دیگه ممنونم، از پتروس پتریک ممنونم که از این ور دنیا از آمریکا میگه من امروز رفتم سر کار، فکر نمیکردم برم سر کار، رفتم سر کار 100 دلار گیرم اومده، این 100 دلار رو کمک میکنه به پسری که توی یزد احتیاج داره، فلج احتیاج داره براش یه توالت بسازم. من بعضی وقتا دلم میخواد ببینم این پتیک وقتی میخوابه شبا چجوری قیافش، بگم به خانومش دخترش اینا، چون اونام گاهی وقتی برام چیز می‌نویسن. ممنونم از دختر، تشکر کنم، بگم یه عکسی بگیریم، فکر کنم این با لبخند میخوابه، برعکس خیلی از ماها که وقتی میخوابیم خور و پف هم میکنیم، همش میگیم پور پور، فکر کنم این راحت میخوره. یه آبجو آلمانی هم پیدا کرده، یه آبجو آلمانی فکر کنم لوون براون هست، نه؟ یه آبجو هم میزنه تو رگ، سگم داره، سگا دور و برش کیف میکنه. خب ببین پیام حسین، توجه کنیم، از ایران بفرمایید. سرودی گرام با سلام از ایران می‌فرماید چنان کن خدایا، چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود گردی و ما رستگار. قدیم ما یه دعا می‌کردن، گفتن انشالله عاقبت به خیر بشه، چه بسا میلیاردرها و ثروتمندها و نمی‌دونم اشخاص سالمی بودن که به قول سعدی بر مال و منال خیشتن غره مشو، آن را به طبی برند و آن را به شبی. آیا پاکزاد که معرف حضور خیلی از ایرانی ها هست، ایشان یک تولید کننده لباس در سطح رؤسای جمهور و نمیدونم اینا بود، اخشان حتما ایشون پزشکیه. یعنی درجیه که پزشکی در اختیارشون بوده و همیشه هم چکاپ بوده، یا خود آقای رفسنجانی همسانه ها. و دیدیم که ساختمان پلاسکو یک شب همه مال و منال رفت، پس حرف سعدی هنوز هم بی پای و اساس نیست و هنوز حرف خودشو داره بعد از 700 سال 800 سال و درست میگه. من یه قصه کوچیکی رو با اجازه های سوربی میگم، شاید بد نباشه. همه شیخ بایزید بسطامی رو میشناسن، این بود لقبش بود سلطان عارفین، یعنی اینقدر اون موقع در عصر خودش
دارای شهرت بود. داشت 70مین سفرش به حج رو، حالا فکر کن اون موقع همه پیاده بود، اگرم یه حیوانی مثل خری اولاغ چیزی همراهشون بود، حالا این وسایلاشون هم میکرد، اگر نه پیاده سوارش کسی نمیشد. داشت میرفت سفر حج که در راه کاروانی رو دید، رفتید که بله دور یک چاهی معمولا جمعن، منتها آب توش نیست، یک سگی هم اونجا بیچاره پرسه میزنه و مسلما تشنه دیگه، اومده جمع رو دیده اومده اونجا. این قصه در تمام کتاب ها هست. شیخ میرسه حال سگی میبینه، میگه آیا کسی هست یک پیاله آب بفروشه به من؟ اونایی که آب داشتن مسلما رو نمی کردن، چون باید به همه می دادن و هیچکی نه. گفت من 5 سفر حج خودم رو می دم به کسی که من فلانی هستم می دم. آقا تا 70 سفر حج جه خودشو فروخت برای یک کاسه آب، نه برای خودش، برای سگ. حالا قصه داره ادامه، ولی من کوتاه می کنم. و یکی حاضر شد گفت 70 سفر حج تو قبول، من میفروشم به این پیاله آب. شما ببین سلطان عارفین که این همه عمر کرد و همه خوشنودیش سفر حج بود، حالا هرچی، حاضر شد برای یه پیاله آب به اون سگ بفروشه. خب حالا فکر کن ما با سگا چیکار میکنیم. این هم از سلطان عارفی گفتم. شاید زمین یک کوچولو هم من راجع به این سگا میگن پارس میکنن، همچی بیرابط هم نیست. سگ نسل ایرانیان به قدری با ارزش بود، 3 حیوان از ایرانیان از زمان هخامنشی با ارزش بود، یکی سگ، یکی اسب، یکی هم گاو، هر کدوم دلیل خودشو داره. این مسلمان ها که وقتی ایران اومدن حمله کردن به ما، سگا خب غریبه رو میدیدن و پارس و سرصدا میکردن و مردم هوشیار میکردن و مردم خب از خودشون دفاع میکردن، چون اون بیشتر شبیخو میزدن نامردی. بعد این که این آمدن سگ رو نجس کردن و سگا رو کشتن به دست خب برها اونایی که معتقد بودن. اگر میگفت من مسلمان نیستم که بازی داستان دیگه بود، اگه میگو هستم که خب سگ رو بکش. در مجموع سگ بغیره من اتفاقا پارس میکنه، صاحبش صدا میکنه، صاحبش کسی نیستم مگر پارسی هم چه ایبی داره؟ همه همچین رگای گردنشون کلفت میشه که سگ کجا پارس میکنه، او او میکنه. خب بکنه، حالا که میگن اونا پارس میکنه اتفاقا میکنه. من دوست دارم پارس میکنه. شاید مقبول واقع بشه. چاکر آقا سربی، بسیار ممنون، متشکرم. تا بعد. بله این ماجرا رو میدونید که اینایی که فکر این هستن که اگه ما به جای سلام بگیم درود، اگه به جای غذا خوردن بگیم خوراک خوردن، آزاد میشیم، اگه به جای عکس بگیم فرتود، بعد آخرش هم یا میشن مثل این آقای هومر آبرامیان که وقتی حرف میزنه آدم خندش میگیره، یا میشن مثل این آقای آرمن ساگینیان که وقتی یه جمله می‌نویسه 8 جمله باید توضیح بده که این کلمه‌ای که نوشتم، مثلا وقتی می‌نویسم فروند یعنی یک نفر، میگیم بابا تا حالا ما فکر کردیم فروند برای کشتی و هواپیما استفاده می‌کنه، نفر برای آدم و شتر استفاده می‌کنه، رأس برای حیوانات استفاده می‌کنه. ضمناً دوستان اینقدر خودتون رو متعصب نگه ندارید. شما این جمله رو دیدید که نوشته استعمال دخانیات اکیدن ممنوع، 4 تا کلمه است، یه جمله ساخته، 4 تا کلمش عربیه. به عربا اگه بگی اینو بخون میگه این غلطه. حالا از این دوستم که زبان عربی وارده سوال میکنم که واقعا این ترکیب این جمله غلطه، یا به عربی مثلا سیگار نکشید یا کشیدن سیگار ممنوع رو چی میگه؟ دوستان زبان باید جاری باشه، مثل آب، زلال، تمیز.
و بره از این جاری بودنش مزاره را آب بده، درختها را آب بده. این زبان را نگه ندارید، نگه بدارید گندش میزنید، میشید مثل دوستمون آقای امید امیدوار، میشید مثل دوستمون آقای هادی خورسندی تعریف میکنه، میگه رفتم نمایش بدم توی تگزاس، یکی آمد گو آقای هادی خورسندی من اصلا عاشقتم. گفتم خیلی ممنون متشکرم. گفت که آقا ولی یه ناراحتی از شما دارم. گفتم خب بگو. خوب شد دیدم ناراحتی رو بگی تا من اگر اشتباهی میکنم چیزی میگم درستش کنم. گفت شما چرا به جای درود میگی سلام؟ گفت آقا من 60-70 سالمه دیگه، اصلا مغزم یادم نیست قرصم خوردم یا نه، حالا فکر کنم که بگم درود یا بگم سلام، هر چی راحت ترم میگم، حالا چه اشکالی داره؟ گفت نه آقا شما باید بگی درود، بزنی این آخونده رو پدرشون در بیاری فلان اینها. بعد گفت، بعد که خواست بره گفت نمیدونم سلام برادرزادتم برسیم. گفت یکم نگاه کردم گفتم خدایا من به این جانور چی بگم؟ و اما چند تا ببینید، وقتی برنامه اسمشو میذارم سربی با مردم، الکی نمیذارم، مردم میان حرف میزنن، برنامه من ساخته میشه. بارها هم گفتم اینا مثل تهیه کننده ها هستن. حالا ما نمیخوام بگیم اکزیکیتیو پرودوسر یا تهیه کننده ارشد منم، اینا تهیه کننده، نه آقا یه سری با هم هستیم، یه چیزی رو من پیدا کردم نوشتم، یه چیزی رو آقای سهیلی فرستاده، یه چیزی رو آقای مصطفی زاده فرستاده، یه خروس جنگی، خروس لاری نشون میدم، یه چیزی رو این دوستمون، یه چیزی رو اون همشهری، یه چیزی رو داریوش فرستاده و این میشه یه برنامه. شما هم که میای داخلش، اگه آمدی که بعد از این برنامه لیسانس و دکترا بگیری، عوضی آمدی جمعه دیگه نای. ولی اگه اومدی مثل یه مهمونی، به قول همین آقای فرزاد عزیزی، یک گپی خودمونی با هم داشته باشیم، مثل همه مهمونی ها که میری از اولش از هوا شروع میکنن، بعد آقا از اقتصاد شروع میکنن، بعد از انتخابات شروع میکنن، بعدم از خوراک صحبت میکنن، بعدم خدا حافظ. قرار نیست که شما میای اینجا وقتی میری حالا مغزتو بکشن مغزت سنگین تر شده باشه. ببخش حسین آقا گفت که به بان و منال قره نشد تو شیراز، میگفتن نه به مالت بناز که به یک شبی بنده، نه به جونت بناز که به یک تبی بنده. و درستم بود، حالا سعدی خیلی قشنگتر اونو به اصطلاح اونجوری گفته بود. ممنونم از شما. درباره ثروت شادی نمیاره، عکس بهتون نشون میدم، آقای ترامپ و خانمش و این و آقای اوباما و خانمش. البته آقای اوباما دیگه الان جز فقرا نیستن، ایشون هم جز ثروتمندا هستن، ولی ترامپ با حماقت و خودخواهی بیش از حد، خودش با دست خودش با پای خودش یه چاه عمیقی رو کنده و هر روز هم داره گودترش میکنه. بله تا روز اول آمد آقا این لوله از کانادا بیاد بره پایین، من میخوام کارگرها برن سر کار. میگن آقا این 10,000 تا کار تمپراری یا موقتی درست میکنه، بعدش 50 نفر نشستن با کامپیوتر این لوله ها رو چک میکنه، 50 نفر. ولی ضرر و آسیبی که میرسونه به اقتصاد، از لحاظ حتی چی میگن محیط زیست، سالها ادامه داره و قابل جبران نیست. ولی این مرده که دیوونه است اصلا. شما نگاه کن این هنوز گیره که توی انتخابات من بیشتر رأی آوردم، طرف بهش میگه آقا تو برنده شدی برو دنبال کارت، میگه نه 2-3 میلیون اومدن رأی دادن. میگم خب مدرکت کجاست؟ میگه من مدرک ندارم ولی میدونم. بعد دیروز یه دکتری رو آورده بودن توی برنامه، این دکتره میگفت که این افراد افرادی هستن که میخوان خودشون رو ارضا کنن. ببخشید حالا خود ارضایی فقط به اون چیزای سکسی نیست، و میگه که چون کمبود دارن هیچ وقت هم ارضا نمیشه. و میگه مثلا این الان انتخاب شده ولی میخواد به همه ثابت کنه که از لحاظ تعدادم این بیشتر از هیلری کلینتون رای آورده. یا دروغ میگه، مثلا میگه نفراتی که آمده بودن اونجا
روز اینگوریشن یا سوگند یاد کردن این از نفراتی که برای اوباما آمده بودن بیشتر بوده. ضمناً من اون روز اشتباه کردم، عکسی رو که نشون دادم میگفتم مال 2013 است، نه این مال سری اول اوباما بوده. فکر نمیکنم وقتی دوباره انتخاب میشن اینگوریشن داشته باشن، یادم نیست، باید نگاه کنم. اینم از این ماجرا. ممنونم از شما، عکس‌ها رو بعد نشون میدم و این ساعت 3 تا 4 رو ما به حساب آقای یزدان خدابندلو و ممنون حمایت از ایشون بگیم، به حمایت ایشون این برنامه رو تقدیم به شما میکنیم، چون ایشون نیومده ما هم که از خدا خواسته زمان مجانی، پولشون ایشون داده، دوربینم مجانی، میکروفونم مجانی، بپر تو آب. بفهم. پس ثروت شادی نمیاره رو با هم نگاه میکنیم. و اما ایشون درباره خر و گاو و اسب و سگ و اینها صحبت کرد. خب سگ که به خاطر اون کار سنگینی که انجام میداده، اصلا پا به پای یه چوپان، شما نگاه کنید یه بچه‌ای میدیدیم، مثلا ما میرفتیم دشت ارجن، میرفتیم شاورامی، میرفتیم کوار، میدیدیم یه بچه کوچولو یه چوب انقدی دستشه، بعضی هاشون یه نی هم داشتن، با یه سگ 200 تا 300 تا بره این بچه اینا رو میبره، آخر شب برمیگردونه به محلش، میبره چرا دیگه، بله. و اون سگه کمکش میکرد. برین این سگای استرالیایی که سفید و سیاه هستن نگاه کنید، از لحاظ هوش ببینید چی هم. یا این سگایی رو که الان استخدام میکنن، استخدام بیچاره حقوقشون رو نمیدین، تربیت میکنن که بیان کمک کنن به اینهایی که سکته نمیکنن، رعشه دارن. و قبل از این که طرف اون حالت رعشه بهش میگیم دیگه، نه بهش دست بده، این میاد بهش میکشه دستشو، میکشه پیرنشو، میکشه مثلا میگه بشین که یه جا نخوره این ور اون ور، اصلا آدم اشکش در میاد. حالا آتش نشانی که میره زیر این همه آوار طرفو پیدا میکنه که هیچ کس، بذارید ببینیم. به به آقای افشارها، آقای افشارها خوش آمد میگم بهتون، بفرمایید. آقای سربی من الان ایمیل خدمتتون دادم، اگر یک وقتی براتون مناسب هست و فرصت رو مقتنم بشموریم، من میتونم برنامه را از همین ساعت 3 که جناب آقای خدا بندلو نیستش به جایشون صحبت داشته باشم، اگر مایل هستین بفرمایید. نه دیگه الان چون برنامه رو اینجوری ردیف کردم که امروز رو برم. آره من اجاز... نه فقط گفتم احتمال داره وقت شما تنظیم ایرادی نداره. ممنونم. من اجازه بدید همینجا هم از لطف شما تشکر کنم، هم از آقای مصطفی زاده. مرسی. 3 بعد از ظهر ببخشید چون وقتم اشتباه کرد، شما تصحیح کرد. 3 بعد از ظهر دوشنبه دوستان با آقای دکتر افشارها هستیم از کانادا. مرسی. و همینجا جا داره که هم از آقای ضیا مصطفی زاده هم از آقای افشارها تشکر کنم، به خاطر اینکه آقای افشارها هم مسافرت زیاد میرن، صحبت این ور اونور میکنن، بعضی وقتا جمعه ها برنامه نداشتن، حتی اگه یادتون باشه برنامه رو مثلا پولیشو فرستاده بودن میگه آقای نصر احمدی، که حالا آقای نصر احمدی تا 4 نفر شناختنش یابو برش داشته، گفتم بابا بی خود نیست با رضا پهلوی هم نتونستی کار کنی، لابد اونجا هم تا 10 نفر بهت سلام کردن فکر کردی که سلام به شما میکنن، نه اینکه دنبال رضا پهلوی هستی، جدا شدی بعدم که چیز نمیشه. آقای افشارها پول برنامه دکتر نصر احمدی رو یکی دو بار دادن و گفتن چون من در سفر هستم ایشون صحبت کنه. حالا چرا من تشکر میکنم؟ هر وقت ما از آقای مصطفی زاده خواهش کردیم که آقا 2 ساعت شما برنامه داشتی، 1 ساعتش آقای افشارها گفت باش. هر وقت به این دو عزیز نوشتیم که آقا ما به مشکل برخوردیم، شما دوتا رو نوشتیم، اینجا میگن دبل بوک کردیم، مثلا توی هتل ها این اشکال پیش میاد، توی پرواز هواپیما این اشکال پیش میاد اینا، و لطف کردن آقای افشارها، آقای حتی ضیا مصطفی زاده بعدن نوشت اگه آقای افشارها میخواد، چون 5 برنامه این 5 برنامه اینا، گفتم نه مشکل حل شد، کار ردیف شد و فکر میکردم ردیفه که آقای یزدان خدابندلو امروز زیرا و کشیفه کن خستش امرادا خستگید که در شد در رفت، تشریف بیارید ما خوشحال میشیم. و اما
تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. یه دوستی تماس گرفته، پیام گذاشته، بذارید من اول پیام این دوست رو پخش کنم، بعد من از این ور تماس بگیرم. دوستان، اگر خدا پرستید، شما را به خدا سوگند میدهم. اگر بیدین هستید، با دین هستید، شما را به هر چی که دوست دارید، به زنتون، به بچه‌تون، به سنگ، به دیوار سوگند، قسم، وقتی یه جای زنگ میزنید اسمتون رو بگید، هدفتون رو از اون تماس، از اون زنگ زدن بگید. بعد اگر لازمه اون طرف زنگ بزنه، زنگ میزنه بشه. نه اینکه زنگ بزنید به یه نفر، آقا سوری من منتظرم شما من زنگ بزن، شمارم هم که داری، شمارم هم اونجا افتاده. نه آقا، اونی که افتاده شما هستی که یک چیز ساده هم یاد نگرفتی تو زندگی. پیامگیر آمد برای اینکه مردم خیلی سرشون مشغوله، یک سر هستن هزار سودا. داری رو فیسبوک با این حرف میزنی، رو اسکایپ اون بهت تماس میگیره. رو اسکایپ برمیگردی میگی آقای فلانی ببخشید من با دوستم توی فنلاند بودم. یکی دیگه برمیگرده روی تلگرام باهات تماس میگیره، یکی دیگه روی توییتر باهات تماس میگیره. به خاطر این شما هر وقت که وقت داری، نصف شب از سر کار اومدی، یادت میاد که ای یادم باشه به سوربی بگم اینی که گفتی دو تا چهار تا اون قدیم بود، الان دو تا هشت تاست، همون موقع زنگ بزن، پیام بزن. نمیخوای پخش بشه، اولش بگو این پیام برای خودتونه، یا این پیام پخش نشود برای بینندگان. چون روز گفتم نمیخواد پخش بشه غلطه، چون اگه من پخشش نکنم که نمیفهمم چی میگی. که در صورت ممنون، اجازه بدین پیام این دوستمون رو پخش کنین. بفرمایید دوست عزیز، مثلا تماس بگیرم ببینم چی میگه. ما که ایشون میگه سلام، ممنونم که سلام کردی، سلام روی ماهت، گلت، امیدوارم سلامت باشی، میخواستم به این شماره زنگ بزنم. حالا این باز خوبه، اقلا گفته درباره جدا شدگان. بعضی ها که میگه آقا به این شماره زنگ بزن، شماره هم که داری، بذار ببینیم زنگ بزنیم ببینیم این دوستمون چی میگه. بفهم have reached mailbox number. نه دیگه شمارهش نمیخوام بگه. این شماره ها هم اول پیام خروجی بهش میگن، میگن outgoing message. پیام روی وایس میلتون رو عوض کنید که اگر یکی زنگ میزنه مثل اینجوری شمارهتون گفته نشه. حالا ما میخواستیم شمارهتون گفته نشه، پیام بذاریم ولی نشد. امیدوارم برنامه رو ببینید دوست عزیز، دوست گرامی. اگه درباره جدا شدگان یه برنامه‌ای بوده، حرفی زدن، شما میخوای حرفی بزنی، تماس بگی با این شماره تلفن، بگو سوربی اون روز که آقای عیسی آزاده گفت من 30 سال در سازمان مجاهدین بودم، ایشون اشتباه میکنه، 29 سال و 11 ماه بوده. اگه با خود اونا میخوای تماس بگیری، با خودشون تماس بگیری. اگه با کانون آوا میخوای تماس بگیری، با اونا تماس بگیری. والا ما نمیخوایم اینجا رو مثل سرباز خونه کنیم، اونجوری بار بیاریم که چون با نمیدونم چی میگن سلسله مراتب رو رعایت نکردی یک شب بازداشت. میخوایم یه چیزی به هم یاد بدیم. شما هم اگه یه اشکالی، یه اشکال چیه؟ من از اول صحبتام اشکال تا آخر، اشکالی در من، در برنامه‌های من میبینید، لطف کنید به من گوش زد کنید، منم سعی میکنم به خودم لطف کنم و اون رو رعایت کنم، درستش کنم. بریم سراغ یه دوست دیگه ای که ایشون هم تا حالا چندین بار پیام گذاشته و بذاریم با هم ببینیم که ایشون چی میگه. بفرمایید. سلام و درود بر شما جناب سوربی و بینندگان و شنوندگان رو به افسوری شما.
شما از کجا میدونی رو به افزایش؟ از کجا میدونی؟ چرا تعارف میکنیم؟ تعارف دروغه. یک خانم جوانی هنرمنده، من براش نوشتم این کارهای شما قشنگه، اگه میخواین بفرستید توی مردم تیوی پخش کن، نوشت فداتون بشه. خانم شما از دختر من کوچولوتری، چرا فدای من بشی؟ من نمیگم من فدای شما بشم، فردا بگم آقا نگاه کن این سربی سر پیری معرکه گیری به دختره گفت فدات بشن. بابا اینا رو بذاریم کنار، قربونتون برم، قدمتون رو تخم چشم، نمیدونم فلان. یه کلمه از اینا هم استفاده میکنن، همین کلمه مخلصم، چاکرم فکر کنم، سینسیر بودن، اینو نمیدونم استفاده کنیم. حالا در باره شما دوست عزیز، من با شما نزدیک به یک ساعت صحبت کردم، خیلی سخنوری، شاعری، نویسنده هستی، توی تلویزیون‌های دیگه بودی، برنامه داشتی. به شما گفتم مهمون مثل نفسه، نفسه که میدن تو چی میگفتن؟ دم بازدم، دم، مهمون مثل دمه، اکسیژنه. ولی اگر آمد داخل بدنت نگهش داشتی یا خودش نخواست بره خفت میکنه. مهمانان عزیز و گرامی، تا موقعی که اکسیژن هستید باشید، بعدن برید بیرون، بعدن خودتون تماس بگیرید، بگید آی سوربی، نمیخواد به منم بگه آی سوربی، بگو سوربی، چون کسایی که شناخته میشن لازم نیست حتما بگن که آقای رضا پهلوی. شما میگی رضای پهلوی، دیگه لازم نیست بگی آقای ترامپ، میگی ترامپ. این اصلا چیزایی که اینجا از وقتی میگی پرزیدنت آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، فقط ترسوهای مثل آقای دکتر حمزه پور هستن که میگه آقای والا حضرت ترامپ. این بدبخت هم حالا فکر میکنه که ترامپ که بیاد یه استخونم میندازه جلو، این شاید هم بندازه، چون بالاخره اینا ملیجک پلیجک هم دور خودشون احتیاج دارن. بمانه با شما صحبت کردم، گفتم اینجا اینجوریه، شما میتونی هفتهی یک هفته وقت داری سر یه موضوعی که دوست داری 5 دقیقه 10 دقیقه ضبط کنی با پیامگیر ما، هیچ دستگاهی هم لازم نیست، تلفن رو زنگ میزنی ضبط میکنه برات، ما هم پخش میکنیم. بهت هم میگم چه روزی پخش میکنم، کجا پخش میکنم، یا توی برنامه خودم پخش میکنم. ولی باید هفته 5 دلار 10 دلار 15 دلار بستگی به زمان اون بدی. از مفتخوری باید بیایم بیرون، یا خودمون میایم بیرون با پای خودمون، یا دوستانی مثل من همت میکنن، مقاومت میکنن تا این مفتخور بودن خودمون رو خاتمه بدیم. میخوایم فوش بدید؟ بدید. میخوایم بگید این مأمور جمهوری اسلامیه که میگه پول بده، حرف بزن، بکن، هر کاری دلید میخواد. خب بله، ببین میگه آی سوربی، این آقا همینطوری بی مقدمه یهوی اومده به شما میگه به من تلفن بزنید تا در مورد جدا شده ها صحبت کنم. بله بله، اگه شمارش حالا نگفته بود، یا بر میدارم شمارش جمعه براتون دوباره پخش میکنم. بابا درست نیست. آقا من حسن علی هستم، میخوام درباره جدا شده ها صحبت کنم. من 30 سال با جدا شده ها بودم، 15 سال با جدا شده ها بودم. اگه میخوای از این پیامگیر استفاده کنی به عنوان انتقال منظوره، خب بگو دیگه. ولی شما منظور، یعنی من زور میزنم که شما من تماس بگی، نه منظور با تازا. خب دوباره من برای ما این سوال موجود چیز هست که این آقا خودش معرفی نکرده، اصلا کی هست؟ جدا شدگان را از کجا میشناسه؟ اصلا طیف جدا شدگان طیف وسیعی از ایران تا اروپا است، و در آمریکا حتی یک فرد جدا شده فعال نداریم. آن وقت این آقا اگه جدا شدگان رو میشناسد و اطلاعاتی درباره آنها دارد، جدا شدگان ماشاءالله ده ها سایت با نام و مشخصات واقعی دارد، میتواند با آنها جان و سخن از زبان ما میگویی. ما هم همینو گفتیم، آقا با اونها تماس میگی. اینم از بریم دوباره پیامای دیگه و جنگ خروس لاری. Amazing wildlife photo. Wildlife این نمیشه بگی زندگی وحشی، این حیوانات و طبیعتی که هست. البته ما میگیم طبیعت وحشی، یعنی طبیعتی که انسان بهش دست نزده اهلیش کنه، چون اهلیش که میکنی اصلا رنگ و روش عوض میشه.
جنگل میری وسطش خیابون میسازی، درختها رو کات میکنی که ماشین رد بشه، یعنی عوض میشه. ولی جنگل وایلد یا دست نخورده اونجا چی میگفتن؟ بکر. این بکر فقط برای خانم‌ها استفاده نمیشه که، برای چیزایی که بله. حالا که این همه نق زدیم بهتون، اجازه بدیم بریم یه چند تا عکس هم که آقای مسعود سهیلی لطف کردن فرستادن با هم ببینیم و شما رو ببریم توی این زیبایی‌های طبیعت. خب همونجوری که بدون دوستمون هم گفتم، ارادت خیلی خوبه، منم ممنونم، منم به شما ارادت دارم، ولی دوستان حمایت بهتره، لطف کنید و حمایت کنید. اینم براتون عکس‌ها رو نشون بدم تا من خواستم میگم این پشت، ولی پشت نیستم، یکم آب بخورم، بذارید ببخش. این دستگاه بعض وقتا به جایی که خاموش بشه میره روی یک ثانیه، چون من دقت نمی کنم. ببین فوری نمیندازم سر دستگاه، با وجودی که 50% انداختم سر دستگاه. آقا دستگاه کامپیوتر ما داریم کنترلش میکنیم، اگه اون اشتباه میکنه من اشتباه کردم. میگم این دستگاه میره روی یک ثانیه، اون نمیره، من دقت نمی کنم. بفرمایید کامرای 3. خب این عکس ها رو با هم ببینیم و تشکر میکنم، خدایا چی شد، تشکر میکنم از آقای تصویر بود، به به صدا هم داره. این من فکر کنم فقط عکسه ولی صدا هم داره گویا، از دوباره ریستارت چجوریه نمیدونم. در اصل خیلی عکسای قشنگیه، من همینجوری بدون صدا نشون میدم، خودم حرف میزنم. شب شیرجه رفته بین خرس با این هیکل و با این سنگینی و چه ماهی سرخ. اینا ماهی های سمنه نه؟ ولی به این سرخی من نیدم ماهی سمن، در اصل گوشتش داخلش هم سرخه و خیلی هم میگن ماهی خوبیه. و همون ماهی سمن هم ماهیایی رو که میدونید اینا به جایی هم که ماهی رو تولید میکنن باز میگن مزرعه ماهی، حتما مزرعه گل و زمین و درخت نباید باشه. بله عکس ها خیلی قشنگن، ممنونم آقا که روزها که آدم این همه زشتی و پلیدی میبینه گاهی وقتا چشمان خودش رو هم با این به اصطلاح عکس های قشنگ نوازش کنه. و آقای شهاب سلام جناب سوروی، سلام به شما، ممنونم که با ما هستید. لطف کن اگه میتونی این برنامه های زنده ما رو شیر کن با دوستانت، یا بعدن میتونید حتی بعدن هم شیر کنید دیگه، شیر کردن رو فکر کنم همه بلدیم. این عقاب و اون یکی چیه جلوش؟ لک لکه چیه؟ چون بال میگن تا 6 متر و یکی چه جاره؟ اون دارکوبه؟ نه این دارکوبه، ولی اون سوارش شده و اونم بهش سواری میده. یاد اون داستانی افتادم تو کلاس دوم بود، میگفت که دو تا یه لاک پشت و دو تا مرغابی دوست بودن. لاک پشت میگه ای کاش من میتونستم پرواز کنم، گفتن خب اب نداره که شما میتونی الان پرواز کنی. و گفت که چه کار میکنیم؟ گفت ما یه چوب میگیریم دهنمون این ور اون ور، تو ببین وسطشو بگیر با این دهان محکمی هم که داری و پرواز میکنیم. پرواز کردن، یه حسودی از اون پایین گفت نگاه کنید، میگفتن نمیدونم قورباغه که سر بالا بره چی میگه ابو عطا می، آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخونه. امروز لاک پشت، شیرازی ها میگن کاسه پشت، کاسه پشت هم داره میپره. این لاک پشت هم که مثل ما ایرانی ها خیلی کم جنبه عصبان، چه قشنگ نگاه کنید این جغده توی درخت، اصلا بعضی وقتا معلوم نیست، ولی طبیعت این اینجوری میکنه که شکارچی نیاد بگیرتش. در هر صورت دهانش رو باز میکنه با این پایینی ها فوش بده، فکر میکنه برنامه های تلویزیون ایرانیه و فوش و فحاشی که ای پدر سوخته حسود، نمیبینی که نبینی تا کور شود، این بود تا کور شود هر آن که نتواند دید. و از اون بالا سقوط میکنه و با وجودی که اون کاسه محکم پشتش هست میشکنه و داغون میشه و بعدش توضیح میده نمیدونم که به زبانی که بی موقع باز شود لعنت به دهانی که بی موقع گشوده شود. اینا رو اون وقتا به صورت شعر و نثر و اینا توی برنامه ها میخونیم. عجب این ماهی بزرگ به اینا چی میگن، زده اون ماهی کوچیک و داغون کرده.
جالبه، طرف از توی زیر آب میاد بالای آب، نگاه کن میاد بالای آب تو هوا، این مثلا سنجاقک چی بهش میگفتیم، میگیره میره. یا این یکی دیگه، این بیور خیلی قشنگ پل چیز میسازه، سد میسازه. این یکی دیگه نگاه کن، کوچولو، سه تا ماهی با هم. یا این مار رفته اون ماهی کتفیش هم هست فکر کنم، اینجوری دوتا آنتن داره. این سوسمار ببین چقدر اومده بالا که این پرنده رو بگیره. واقعا اینها نگاه کن، اون حالا اینها هم دوستیشونه، اون سگه چجوری داره بوس میده به ماهی، و اینم که ماهی های بزرگ ویل بهشون میگن، نهنگ میگن، چی میگن. و قشنگه واقعا، بعضی وقتا آدم راه بیفته بره توی این پارک و اینها و چیز کنه دیگه، چی میگن. بله اون شماره تلفنی که دوستمون زنگ زده بود، زنگ زدیم نبود. آها، در باره حیوانات وقتی حسین از ایران صحبت میکرد گفت که سگ و گاو و اسب توی فارسی، مخصوصا فارسی قدیم، خیلی ازشون قدردانی شده. خب سگ برای اون نگهداری و کمک کردن و اینها، گاو هم کار میکرده تو مزرعه، هم شیر میداده، دست آخر هم بیچاره سرش میبردن گوشتشو میخوردن. اسب هم که خب دیگه جای خود داره و بار میبره، کار میکنه. ولی اگه شنیده باشید میگن اسب حیوان نجیبی است. هیچ وقت از خودتون سوال کردید چرا توی این همه حیوانات میگن اسب حیوان نجیبی است؟ من راجع بهش خوندم و دلیلش رو از توی مقاله انگلیسی پیدا کردم. میگن اسب حتی توی مزرعه با به اصطلاح فامیل خودش نزدیکی نمیکنه، در صورتی که حیوانات دیگه اصلا این کار خیلی معمولیه. البته ناگفته نماند، شاهان، حتی شاهان ایرانی هم این کارو میکردن. دلیل اونها نادانی و خودخواهی بوده که فکر میکردن که ما با خودی به اصطلاح فقط ازدواج کنیم، آمیزش داشته باشیم که خون تمیزمون یه دفعه ناتمیز نشه. چه خون تمیزی هم که داشتن اینا، ماشاءالله، الله اکبر. امروز یه ویدیویی دیدم، این بیچاره امید نادان چیز کرده بود گذاشته، این آقا 3 سال پیش شما نمیدونید چه فوش ها، چه توهین هایی به من میکرد که ایشون تازه از ایران اومده بود، طرفدار رضا پهلوی بود. من بهش میگم آقا شما صبر کن، تو شیراز میگفتن صبر کن برسی بخسی، از توی حموم یعنی منظورشون بود. اگه میرفتی میگفتی آقا من نوبتم میخوام کیسه بکشم، میگه آقا صبر کن برسی بخسی، یعنی خیس بشی. اینم همینجوری گفتیم آقای امید دانا، میدونم حالا شما میخوای 4 تا ویدیو درست کنی کار پناهندگی درست بشه، ولی شما زنت با یک کامیون از ایران وسایل اومده، این چه علمون کردی به قرشیرازی ها؟ بعد بهش کنی صبر کن، حالا برید ببینید چجوری فوش توهین، که از این نادانتر یه پیرمرد دیگه هست، این گذاشته رو دست، اون گذاشته تو دست، اومده اون دیگه به این توهین میکنه، میگه اگه به رضا پهلوی گفتی چنین و چنان من میام کلت پخ پخ میکنم. آقا مردک دیوانه، تو روزی که از پدر این که نه از مردم ایران حقوق دریافت کردی، ولی پدر این به غلط بهتون گفته بود شما قسم به تاج و تخت بخورید، تاج و تخت اون بنده خدا رو نتونستی نگه داری، روزی که حقوق گرفته بودی، روزی که به قول خودتون نمک داشتی میخوردی، حالا امروز یه پیرمرد پیزوری خدا میدونه کجای دنیا با چه حقوقی. آها این دوستمون داره زنگ میزنه. بله دوست عزیز، سربی هستم، تلویزیون مردم، برنامه زنده است، شما لطف کرده بودی مسیج گذاشته بودی و به من گفته بودی بهت زنگ بزنم، در چه موردی شما میخوای صحبت کنید؟ الو خوشتون اومد دوستان، این همون آغاز، این همون آغاز دیگه، از این فارسی سلیستر که یه نفر گوشی رو برداشته. دوست عزیز سلام، سربی هستم، تلویزیون مردم، شما تماس گرفته بودی و میخواستی درباره جدا شدگان بگی، چی میخواستی بگی؟ والا
ما که بچه بودیم بابامون مامانمون خیلی هم دوستمون داشتن، ولی اگر اینجوری منمن میکردیم فس فس میکردیم، یا معلم میگفت جون بکن حرفتو بزن، نمیخوام دوستان به شما بگم جون بکنید حرفتون رو بزنید. بابا الان دوباره هم هی زنگ میزنه این دوستم، آقا تا صبح هم شما زنگ بزنید دیگه من بر نمیدارم. لطف کن پیام بذار، اگه بیننده برنامه من هستید باید منو بشناسید، باید یاد گرفته باشید چجوری پیام بذارید. دوستان به خودتون بیان، 3000 سال هخامنش بوده، 7000 سال نمیدونم زرتشت بوده، 2500 سال بوده، هنوز استفاده از تلفن و پیامگیر ما نمیتونی انجام بدی. یه جایی توی مهمونی یه نفر تلفن زنگ میزنه، به جایی که صداشو خاموش کنه به دیگران بگه ببخشید، تلفن رو برمی‌داره، الو، نه نه اونجا نه، نه بابا گوش کن، آقا خجالت بکش برو بیرون، یا به طرف خیلی یواش بگو من یه جایی هستم بعداً با شما تماس میگیرم. دوستان کارمون خیلی خرابه، ما گول خودمون میزنیم. سربی با مردم، آقا اسم برنامه من هست کارمون خیلی خرابه، شما اگه کار درسته برو توی حزبی که کارش درسته. من اینجا وایسادم اونایی که مثل حسین کارشون خرابه همدردی میکنه با من، زنگ میزنه عشق منو در میاره، میگه آقا این سگ طرف 70 تا سفر حجش رو داد که یه آب بده بهش، ما امروز میزنیم میکشیمش که بریم بهش چون نجسه. ولی من نمیدونم کی این کار میکنه میزنه میکشه. حالا ببینیم این دوستمون این بار چه پیامی گذاشت. یا خدا، خدا یا به خیر بگذار، آخه با ایرانی که کار میکنی پیام بخوای گوش کنی باید یه آیت الکرسی بود چی بود میخوندن و این یکات بالای در بود آیت الکرسی میخوندن وقتی از خونه میرفتن بیرون، فوت فوت بعدم که میبادن میدن آفتابه مسیشون رو دوزیدن. ببینیم این دوستمون چی. 25 ثانیه بفهم پیامه پخش نمیشه. 25 ثانیه ایشون من میخواستم در واقع به همین جدا شده ها صحبت کنم، خودم جدا شده هستم در حدود 15 سال، خواستم از شما چند تا سوال کنم ببینم که چطوری این جدا شد. آقا ممنونم از تماست با ما، شما تمام برنامه های جدا شدگان مجاهد که اینا حقیقتا مجاهدای اصلی هست، نه مجاهدی که نشسته یه ویدیوی مسخره درست کرده فوش میده به خامنه ای و میخندن و برای همدیگه میفرسن، برای طرف نوشتم آقا خندیدم طنز بود ولی از اون برم گریه کردم که سازمان مجاهدین بعد از 50 سال کارش باید به اینجا برسه. شاه با نادانی از ترس اینا رو دفتر و کتاب و قلم رو ازشون گرفت، اینا رفتن زندان با اسلحه اومدن بیرون. این آخوند موزی، حالا اگه بگم زیرک یا بگم بازرنگی چه کلمه باید استفاده کنه، اینا رو انداخت زندان، اسلحه هاشون رو گرفت زندان هم ننداختشون، که آقا من چرا خوراک بی خود بهتون بدم، در بدرشون کرد تو کوه و بیابون توی گرمای عراق، حالا برو اونجا بشین ویدیو بساز. این سازمان مجاهدین، آقا شما اگه 15 سال اونجا بودی لطف کن با کانون آوا تماس بگی، اگه کانون آوا رو نمیخوای یه وقت دیگه با من تماس بگی بگو من میخوام برنامه مستقل بذارم، چجوری شرایطش ما هم به شما میگیم. باورتون میشه توی قرن 21 وقتی که این برنامه مال آقای یزدان خداوندلو بوده، آقای افشارها لطف میکنه میگه حالا اگه ایشون نیومده من میتونم امروز بیام، خب من میتونم بگم آقا بیا یه پولم از ایشون بگیرم، پولشو داده بنده خدا، ولی انقدر دلم به درده انقدر فشار روم هست میگم آقا یک کم با شما صحبت کنم و الا منفجر میشم، میگم نه حالا که این فرصت پیش اومده من از این فرصت استفاده بهینه کنم نه که سوء استفاده کنم. و اما بله اسب نجیب است، چون میگن توی مزرعه اگر باشن نگاه کنن مثلا با دختر خودش با خواهر خودش اینها چیز نمیکنه، حالا دیگه اسبای قرن 21 والا نمیدونه.
و اما ویدیو نگاه کن، مجاهدین ویدیوی جوک و مسخره میسازن، اون وقت سپاه تو ایران انیمیشن جنگ میسازه. و بیچاره من و شما که 50 سال مجاهدین ایران رو اینجوری خراب کردن، حالا این سپاه با این کاراش در میفته با یک دیوانه مثل ترامپ. ناگفته نماند، اگر ما آقای احمدی نژاد نداشتیم که جلوی یک دیوانه مثل جورج بوش وایسه، جورج بوش به ایران حمله میکرد. یادتون باشه من توی محله زندگی میکردم، یه آقایی بود به نام اکبر، این کله پزی داشت، ما با بچه هاشم دوست بودیم، فوتبال بازی میکردیم. آقا این روز که داشت میرفت اگه میدیدیش خیلی آدم سربزی، لاغر، کوچولو، سلامش میکردی یه سلام اینجوری جواب میداد و زود میرفت. شب که میرفت، حالا بعد از کله پاچه که فروخته بود رفته بود یه جام کوفت زهرماری خورده بود آمده بود، اکبر کله پز مست که میکرد میومد، بچه ها که فرار میکردن، زن ها که اصلا میرفتن تو خونه، این محله رو به گند کشیده بود. خب باید یکی پیدا میشد که جلوش وایسه، آدم های معمولی که نمیان با یه مست چی کنن. یه نفر لاتی یه دفعه چنان زدش که این چند روز مثل که دیگه نتونست بره نه مغازه کله پزی نه عرق خوری، فکر کنم دیگه عرق خوردن هم از چیش رفت. گاهی وقتا لازمه وقتی ترامپ میشینه با آقای نتانیاهو که این اشتباه دوست داشت، این ببین یابو، من از همین هم بهش میگن بی بی، ببین بی بی، ببین یابوه، چون همین نتانیاهو که امروز برای شما پیام داده که ما، تازه برید دقت کنید، نمیگه ما و مردم اسرائیل ایرانی ها رو دوست دارن، میگه ایرانیان اسرائیلی ها رو دوست دارن. همین آقا برید ویدیوشو نگاه کنید که کتاب استر رو آورده بود برای آقای اوباما و به اوباما با تهدید میگه شما این کتاب رو بخون، مثل که خبر نداری، ما یک دفعه 2000 سال پیش پدر ایرانی ها رو درآوردیم، قتل عامشون کردیم، ولی اون موقع کارمون رو کامل انجام ندادیم و این بار اگر رفتیم کامل انجام میدیم. اینم درست مثل این طرفداران پادشاهی که آقا شاه آدم خوبی بود، خیلی دلرحیم بود، میخواست خون از دماغ کسی نیاد، حالا بذار ما بریم از اون آقای فاضلی که میگه آخونده رو باید به درخت وصل کنیم تو خیابون پهلوی. آقا مردک، منی که از شیراز میمدم، وقتی میمدم خیابون پهلوی این قشنگ این درخت ها ردیف از اینجوری میرفتی این جوی آب اینا لذت میبردم، حالا تا اومدی انگلستان رو گند زدی با پول قلابی چاپ کردن، با نمیدونم ساختمون خودت رو منفجر کردن. برید اینا رو نگاه کنید، هی ننویسی آقای فاضلی پسرش را از دست داد، برید ببینید چی بود، اصلا این با پسرش معامله چی نداشته، رابطه نداشته، برنامه ریخته بودن اونجا رو آتیش بذارن منفجر کنن هرچی که پول از بیمه بگیرن. با اون آقای عباسی نامی یه همچیز بوده که بعدم پول چاپ کردن تو انگلستان. شماها این شعر است، میگه تو مو میبینی و من پیچش مو، البته من عوضش کردم، میگم تو مو میبینی و من ریزش مو. شما نشستید احساساتی، آقای امید نادان میاد اونجوری میگه، اون آقا میاد اونجوری میگه، اون آقای مینویی با این همه سواد مدیر مدرسه میاد، میگم آقا خب این که گفتید که این که اشتباهه، این که داستان که تاریخ نیست، میگه آقا حالا ما چرا بگیم مردم ناراحت بشن؟ آقا مردم نخواهم ناراحت بشن تا دندشون کش بیاد نرم بشه، این هست. و اما ناراحت بشن تا دندشون نرم بشه کش بیاد، ما اون روز یک کلمه راجع به این پسر چیز صحبت کردیم، پسر ترامپ. آدم وقتی میبیندش فکر کنه 15-16 سالشه، چون خود ترامپ آدم قد کوتاهی نیست، قد بلنده، اصلش جرمن رو نمیدونم، یک کمی ایرلندی هم مثل که توش، آدم قد بلندیه. این پسره 10 سالشه اندازه اینه، تازه دیروز پریروز به اصطلاح 12th سالگرد ازدواج باباش بوده با این مدله ملانیا هم داری همچیز. خب ما گفتیم که آقا این پسرم من نمیدونم چه ویتامینی بهش دادن، چه چیز دادن که اینجوری، و یه کمی هم مثل خلاص، البته خب نمیشه این بیچاره ها وقتی میان هی اینجوری میکرد الکی، یکی یادش نداد که آقا تو دیگه از امروز زندگیت عوض شد، بابات یک قفسی برات درست کرد که اگه برده بود گذاشته بود تو باغ وش وضعیت بهتر بود، تو باغ وش حداقل کسی نمیره شوت کنه حیونا رو،
تو الان خطر این که یکی هم بیاد شوتت کنه و اینا هست، یکم یادش بدن. حالا اصلا خیلی اینجوری میکرد و اینا، البته ناگفته نمانه. یه چند نفرم بی انصافا روی اینترنت و اینها، از جمله یکی از زنایی که توی Saturday Night Live یا SNL برنامه داشته، توییت کرده بود، یه چیزی نوشته بود که کردنشم بیرون، ماجرا تموم شد و اینها رو رفت. خانم چلسی کلینتون که اونم میگن بچه باباش نیست، آمد و گفت که به نظر من بچه های این رئیس جمهور و اینها رو به حال خودشون بذارید و اذیتشون نکنید، چون اینها خیلی هم شرایط سختی زندگی میکنه. خب اینو داشته باشه. یه دوستی که نویسنده است و اینها برای من نوشته بود که شما راجع به این بچه صحبت کردید اینجوری، ولی کار قشنگی نبود. ممنونم، شما درست میگی، چشم، سعی میکنم این کار انجام ندم. ولی یه دوستی به من زنگ زد، گوهای دکتر سوری، من الان بازنشست هستم و من موقعی که دکتر بودم، دکتر اینایی هستم که زنایی هست که نازا هستن یا اشکالی دارن، استرس دارن، بچه دار میشن، بچه شون سقط میشه، میفته اینها، یا افرادی که توی سنین بالا، حالا چه زنا چه آقایون. گفت ما به غیر از این که کارایی هست، نمیدونم تخمک اینو تخمه اونو در این از این ماجرا چه میدونم، والا به خدا کار ما به کجا رسیده، در میاریم با اون تزریق میکنیم اینها. گفت بعضی از این آقایون، مثلا این آقای ترامپ، وقتی این خانم رو دیده، درست خانم جوونه ولی این 58 سالش بوده و اینا مجبور میشن از این قرصای ویاگرا و سیلیا از اینا بخورن. این مثل اونایی هست که زنایی که میرن تزریق میکنن، چی میکنن، یه دفعه 8 قلو میسازن، یه دفعه 4 قلو میسازن، یه دفعه 2 قلو میسازن، اینجوری، نه همه 2 قلو ها اینجوری هم. گفت اینا بعضی هاشون اشکال های اینجوری به وجود میارن و این پسره، حالا درست هر خوراک خوبی بهش داده باشن، هر ویتامینی بهش داده باشن، هر روز روزی یه گالون شیر بهش داده باشن، ولی بعضی وقتا اینا یه چیزای عجیب غریبی میشن. و دوستان برید بخونید، اگه اشتباه نکنم استالین میخواسته یک نژاد سرباز درست کنه، حتما فیلمش هست، ببینید. این میخواسته یه نژادی درست کنه که خانوما رو با به اصطلاح مثلا بیارن یه کسی که قوی بوده، حالا به هر دلیلی، این فقط با این حامله بشه. بعد میدونید که روش ژن و اینا دیگه اون موقع، حالا الان دیگه خیلی پیشرفت شده، الان انقدر پیشرفت شده میگن شما اگر واقعا جلوشو نگیرن، خدا میدونه شاید هم یه جای آزاده، میگه طرف میتونه بره تو کلینیک بگه آقای دکتر یا خانم دکتر، من یه بچه‌ای میخوام چشمش آبی باشه ولی نمیخوام موهاش بلاند باشه، بهش بگن دام بلاند، ولی موهاش قهوه‌ای باشه، نمیدونم پوستش سفید باشه، قدش بلند باشه، اینا رو اون ژن، حالا آقای یزدان خداوند رو که نیست، اگه دوست داشت یه وقتی راجع به این صحبت کنه، چون ایشون هم اتفاقا تو آزمایشگاه و اینها همین کارا رو انجام میداده و یه دفعه هم ایشون در رابطه با این نازایی و اینها صحبت کردن. ساعت دوستان 3:23 دقیقه است، اجازه بدید بریم نیویورک. آقای منصور حسانلو، این بنده خدا یه کارگر زحمتکش در ایران در شرکت واحد زحمتکش و نمیدونم سندیکادار و فلان و اینها فعالیت میکرد، زندان افتاد، از زندان عکس ها آمد که شکنجهش کردن، زبونشو بریدن اینا. حالا وقتی اینا میگن آقا دوستان آخوندا اینا رو با سلام و صلوات میفرستن بیرون، بابا زیرکن، زرنگن، مثل شاه نیستن بیان بگن هر کی پاسپورت نمیخواد من بهش بره پاسپورت بگیره. اینا همون قسمت هم یه جوری نقش بازی میکنن که طرف وقتی هم میخواد بره بده یه پولی هم رشوه بده، باج بده، بیاد بیرون. حالا آمده بیرون آقای منصور حسانلو، آقای منصور حسانلو، این تبلیغ مجانی برای شما. دوستان برید روی فیسبوک ایشون نگاه کن، 10 دقیقه 12 دقیقه یه ویدیویی رو گذاشتن، یه کاغذی رو گرفتن دستشون اینجوری، خود این بنده خدا که اینجوری اینجوری میکنه حرف میزنه، اون کسی هم که داره از این فیلم میگیره حتما با دوربینایی که مثل چیه چی بهش میگن با تلفن، اونم داره اینجوری اینجوری میکنه، پشت سری هم دارن حرف میزنن، ما سیدیمون افتاد. ببخش، من این رو برای دوستم فرستادم، نوشتم من که نتونستم اینو تا آخر نگاه کنم، شما لطف کن
تا آخر اگر تونستی نگاه کنی به من به فارسی توضیح بده این آقای منصور اوسانلو منظورش از این تظاهرات توی آمریکا برای یه زندانی توی ایرانی چی بوده. اون آمریکایی که میاد رد میشه این عکس و این نوشته بد رو که حتی یک ماژیک یه دونه از اینا بهش میگن شارپی، این اسمش شده حالا خودش شارپی، یه دونه شارپی شما ور نداشتید بزرگ مثلا بنویسی سوربی که بتونن بخونن. ببین بزرگ اگه بنویسی یه دونه شارپی $5 $1 $2 خرج نکردین یه کاغذی گرفتیم. بله ما آمدیم اینجا هدفمون اینه که این زندانی، بعد ببینید چی میگه. میگه این زندانی برنجی که بهش دادن تو زندان و روغنی که دادن خوب نبوده اعتصاب قضا کرد. ای کاش ویدیویی رو که دیروز دوستم فرستاده بود نگه داشته بودم که یه خانمی میگه من برنج که خریدم پختن دیدم این برنجه مثل همیشه نیست. میدونه که الان شایعه هست، من نمیدونم، اگه کسی حقیقتش رو میدونه واقعیتش رو میدونه بیاد بگه. میگن تو ایران برنج پلاستیکی به مردم میدن. والا توی انقلاب و بعد از انقلاب یه برنجی درست کردن، ماکارونی بود، اندازش شکل برنج، اندازه برنج بود، همه هم میدونستن وقتی اینو میخرن. برنج آوردن گفتن برنج تایلندیه، خریدیم خوردیم، هنوز هم زنده است. حالا خدا میدونه پادر، سردر، کچلی، تاسی ممکنه مال اونا باشه. ولی این خانمه البته شعله گاز رو میگه، اجاق برقی رو روشن میکنه، بعد برنجاری که میریزه روش. دوستان برنج اگه یادتون باشه برنجک که درست میکنن یا مثل پفک نمکی وقتی اینا رو میندازین روش منفجر میشه، میپره بالا. این برنجه اینجوری مثل پلاستیک آب میشه، میچسبه به هم. آقای اوسانلو وقتی به مردم تو خیابون برنج پلاستیکی میدن، خود من و شما فیلمشو پخش میکنیم، به زندانی آمدن برنجی دادن که خوب نبوده، روغنی دادن که چند بار برای فراید کردن، سرخ کردنش استفاده کرد. آقا تو این مکدونالد وقتی میرید نگاه کنید، همون جایی هست هی بوغ میزنه این فرنچ فرایز داره آماده میشه، نگاه کنید ببینید روغنه چرنگیه، روغنه قهوه‌ایه. این روغن که روز اول قهوه‌ای نبوده، یه رنگ زرد روشنه، رنگ کهربا بود، کهربا مثل که سبز و زرده. در هر صورت آقای اوسانلو به انگلیسی یه جمله بنویس که آمریکایی که رد میشه بره خونه اون وبسایت اون فیسبوک رو نگاه کنه، بعدم بهش بگید چه کار کنه. شما که اینو دیدی، این عکسو دیدی که آقای دکتر فلانی در زندان، ببخشید من این حرفو میزنم، این نظر شخصی من، به نظر که من کسی اگه تو زندان باشه اعتصاب قضا کنه احمقه. دلیلش اینه که آقا اون زندانیه از خداش که تو ضعیف بشی بیفتی اون کنار. این فیلمای زندان آمریکا رو نگاه کنی، طرف از صبح تا عصر داره ورزش میکنه، بازوش میشه اینقدر. اون وقت آقای اوسانلو توی زندان آمریکا بله شکایت میکنن، نامه مینویسن به استاندار، به نمیدونم فلان، که اینجا سریالی که به ما میدن، این کنفلکسی که صبح به ما میدن، اون نوعی نیست که من دوست دارم. خودش گشنگی نمیده، میگه اینا چیزی که من میدن مورد پسند من نیست. عزیز من آقای اوسانلو بشین دو روز برنامه نذار توی این رادیو توی اون تلویزیون، دو روز با خودت فکر کن، ببین شما یه نیروی فعال بودی، چجوری سوزن بزدن پنچرت کردن، الان کنار خیابون وایسادی. بهترین بنز اون وقتا 302 بود مال این اتوبوسای واحد. آقا این وقتی پنچر میشد دیگه باید وای میساد کنار، شما پنچر شدید وایسید کنار، رو این لاستیک پنچر نرید. وقتی جلو میرید رانندگی میکنید رینگتونم خراب میشه، لاستیکم خراب میشه، ولی ممکنه به یه چسب و وصله پنچرگیری بشی دوباره راه بیفتی. برید یاد بگیرید. برای آرمن ساگنیان نوشتم آقا این مزخرفات چیه هر روز برای من مینویسی، و تو هر کاری که قبلا کردی برای 100 تا استاد دانشگاه نامه نوشتم که ما ایرانی ها آبگوش چگونه درست میکنیم،
شما حتما حالا فوش میدید میگید آقا این صحبی واقعا دیگه خیلی اغراق میکنه. به خدا نوشته که آقایان اساتید دانشگاه ها، ما ایرانی ها چنین هستیم و چنان هستیم و ما یک خوراکی داریم به نام آبگوش، این آبگوش این خواص رو داره. بهش میگم آقا چند نفر از اینا به تو زنگ زدن؟ بعدم بله آقای اجلالی هم آبگوش درست میکرد، ولی اون کجا شما کجا؟ آقای اجلالی دیده بود آقا یه روزی هست، حالا یا روز تولد عمر بوده یا روز مرگ عمر بوده، اینو شیعه ها جشن میگرفتن فوش میدادن به عمر، سنی ها از شیعه ها ناراحت میشدن. این آقا اومد اسم این روز عوض کرد، روز عمر یا هرچی بود گذاشت روز وحدت، و در اون روز به هزار نفر آبگوشت میداد، نه آمریکایی استاد دانشگاه. بله هر ملتی رو میخوای بشناسی، هر ملتی رو میخوای نزدیک بشی، از طریق خوراک، خوراک اونا رو بخور، از طریق خوراک خود تو بهشون بده، نه به زور. اگه طرف میاد اونجا بگه آقا من چیکن میخوام، مرغ میخوام، بگو نه آقا تو نمیدونی، چلو کباب بخور. آقا طرف گوشت سرخ اگه بخوره فردا کلسترولش میره نمیدونم سر به فلک میذاره. این آقای آرمن ساگینیان آمده نوشته که من حالا فهمیدم که رادیو باید حمایت شود و من که معلمم که نباید پول بدهم، شماها باید پول بدهید. گفتم شما خیلی اشتباه میکنی، قسمت اولش درست میگی، رادیوی چهار نفره که شما دارید باید حمایت بشه، ولی اتفاقا همین شما که معلمی باید حمایتم بکنی. براش نوشتم ویدیو فرستادم که بنده وقتی دبیر بودم شور جوونی، میدونی میگن وقتی 20 سالته میخوای همه چی مساوی و اینها باشه، اگر شد 40 ساله هنوز اونجوری بودی، میگن وقتی 20 سالته اگه مساوات و بهزیستی برای همه نخوای قلب نداری، ولی اگه شد 40 ساله هنوز تو همون فکر 20 سالگی هستی که من هنوزم مساوات و برابری و بهزیستی برای همه میخوام، اون موقع مغز نداری. این آقای آرمن ساگنیان به من تا حالا چند بار ثابت کرده آقا مهندسی مهندس باش، برو دنبال کار مهندسی، برو یه کمکی از اون ور بکن، شما رو چی کار به فعالیت‌های سیاسی؟ بعدم میای توی رادیویی که بهت گفتم، این رادیوی دفعه آقای حسن رضوانی بود تماس گرفت اینجا وقتی برنامه گذاشت فوش داد، گفتم آقا چرا فوش میدی؟ گفت من فکر کردم اینم مثل رادیوی آقای فلانی هم 4-5 نفر خودمون هستیم. گفتم اولا اونجوری نیست، ولی حالا برفرض که 4-5 نفر باشید، این 4-5 نفر دوست شما هستن یا دشمنانتون؟ گفت دوستام. گفتم خب چرا دوستاتو فوش میدی؟ کارمون خیلی خرابه. وقتا سیزه بدر اینا هم اینور میخوند میگو عمو سبزی فروش، همه شما میگفتید بله، اینم حالا برنامه من باید اینجوری بشه، من یه سری که چیز میکنم اینجوری که میکنم، شما همه تون با صدای بلند تو خونه بگید کارمون خیلی خرابه. دارالالالا چی بگم واقعا؟ خب ساعت 3:33 دقیقه است. آقای منصور اوسانلو تظاهرات، شما دوستان اگر از ویدیوی جدید ایشون چیزی فهمیدید به من خبر بدید. و اما بریم سراغ داریوش، روی تلگرام عکس ترامپ و زنش رو نشون بدیم. چشم، رفتیم سراغ داریوش باهوش. ترامپ دستور اوباما برای کمک 221 میلیون دلاری به تشکیلات خودگردان فلسطین را لغو کرد. آهان، پس بگو چرا سفیر دولت اشغالی فلسطین در محل پلاسکو حاضر شد، پول لازم داشت. اینم خبری بود که آقای داریوش عزیز رو تلگرام، اشکالی که داره اینه که هر خبری دستشون میاد برات میفرستن. یه دوستی براش نوشتم آقا تو واقعا این همه خبرها، این ویدیوها رو که برای من فرستادی اینا رو خودت خوندی، ویدیوها رو تماشا کردی؟ مثلا 29 تا خبر و ویدیو که فرستادی، این من اگه بخوام نگاه کنم این حداقل 6 ساعت وقت میگیره. بعد میگه نه آقا من فقط برای تو فرستادم. یعنی برمیگردیم به اون فلسفه‌ای که من دارم، چون یه نفر وقت منو تلف کرده، منم باید وقت چند تا از دوستامو تلف کنم. ببینید دوستان، این عکس، این روز اینوگوریشنه، روزیه که دیگه اوباما رفت و آقای ترامپ. نگاه کنید به قیافه زن ترامپ
که این شاه اللهیای عقب افتاده با فرع مقایسش میکنن چنین و چنان. و نگاه کنید به قیافه این دوتا. میدونید وقتی که اوباما آمد زنش از یه جایی لباس میخرید، لباس های 140 دلاری و نمیدونم 40-50 دلاری و اینا، که الان اون شرکت خیلی وضعش خوب شده. من قیافه ترامپ و زنش رو از نزدیک بهتون نشون میدم دوستان، نگاه کنید. این جواب حسین که ثروت شادی نمیاره. حالا قیافه ترامپ، قیافه اوباما و زنش هم بهتون نشون میدم. من فکر کنم این دوتا میگن این احمق نمیدونه تو چه چاهی خودش رو انداخت. ممنونم از داریوش عزیز و بله تشکر از دوستی که 100 دلار کار کرد و برای سگها ارسال کرده. من به جای سگها برات پارس میکنم. تا اینایی هم که میگن آقا عربا گفتن اینا پارس میکنن، آقا گفتن که گفتن، امروز که دیگه عربه بلد نیست این پارس میکنه یعنی چی. ولی حسین میگه آقا اگه پارس هم میکنن برای ما پارسیان پارس میکنن، واق واق میکنن، او میکنن، محفشاند نور و سگ او کند. هر کسی از برخصلت خود یادمون رفت. اینا همه رو موقع فوت آب بودیم. تفسیری محمد علی شعر میگفت و میگفت و میخندید، ما هم هی مجبور بودیم بگیم. حالا چی؟ حالا همش باید بیایم یاد بگیریم. الو یادم میاد اولین روزی که رفتم کلاس انگلیش از سکند لنگویج ESL، خب اینا که نمیفهمن تو ما چقدر بلدی، حالا نه که منم بلد بودم، وقتی نشستیم معلم آمد یه موزی را آورده بود که شب بودی کلاس، شب گشنگی قش نکنه میخواست بخوره، وقتی درش آورد از کیفش گفت آهان راستی این مثل تلفنه، تلفن رو اینجوری بگیرید دم گوشتون وقتی زنگ میزنید. بعد برامون تعریف کرد که قدیما توی آمریکا اینجوری بوده، به یکی که زنگ میزدی گوشی رو برمیداشته میگفته هلو، مثلا اسمیت رزیدنسی یعنی خانه منزل یا محل اقامت اسمیت. توی آلمان هم اینجوری بود، توی آلمان هم گوشی که برمیداشتیم اسم خودمونو میگفتیم. از بس این احمقای جانی، جنایتکار، سوء استفاده کن، دوز، شارلاتان سوء استفاده کردن، دیگه به مردم گفتن نه اینو بگین، پیامتون رو نمیدونم عوض کنید که اگه یک کسی اشتباهی زنگ زده تو پیامتون حالا شماره درستتون رو نگیره داشته باشید با اون دوستی که زنگ زده. خب داریوش روی ترامپ، عکس ترامپ رو نشون دادیم، ببخشید بفرمایید. بله حالا که اسم سگا اومد و از این دوستمون تشکر کردیم و از حسین تشکر کردیم، وقتی من عکس اون سگی رو نشون دادم که نابینا شده، نه به کوری، با آب مرواری فرق میکنه. آب مرواری دوستان تعریف ساده ای رو که این دکتر چشم برای من انجام داد گفت اینه، گفت شما یه لیوانی رو توش چای میخوری، دو سه بار چای میخوری، بعد نگاه کن یه لایه، شیرازی ها میگن یه عقد چایی میفته اونجا، یه لکه میفته، کافی میخوری. میگه این چشم مثلا تو سن من، گفت چشم شما 60 سال بنده خدا داره کار میکنه و از داخل شیشش، لنزش، همون لنز که میگن شیشش، یه کمی دارک شده، کثیف شده، الان کاری نداره ولی همه این بهش پیرچشمی میگن. قدیما بیچاره طرف دیگه کور میشد، میشد کنار خونه، الان نه، الان میبرن جراحی میکنن و من هم پدرم هم مادرم به یه سنی که رسیدن دوتا چشمشونو جراحی هم انقدر ساده شده همون موقع میفتن خونه. پدرم نه، 4 روز تو بیمارستان شیراز نگهش داشتن، بعد تازه یه عینک انقدی بهش دادن، الان دیگه اون عینک هم نه، لنزه رو میذارن تو چشمشون و خیلی قشنگ یه دستگاهی هست مثل اینا هست که پوستکن، پوست خیار رو میکنه روی قرنیه چشم، یه لایه رو بر میداره. برید ببینید اینا رو تو یوتیوب همش نرید عکس اینو ببینید که یه پسری فندک گرفته دم باسنش وقتی باد داده مثلا شعله زده 80,000 تا 100,000. برید دو تا چی هم نگاه کنید، نمیدونم این مثلا کالبد شکافی بدن رو نگاه کنید، برید جراحی چشم رو نگاه کنید، جراحی پا رو نگاه کنید، هر چی که دوست دارید نگاه کنید. در صورت برگردیم به جای خودمون و این ماجرای سگه که چشمش اینجوری شده. من وقتی که دیدم این آقای حسین محمدی رفت این سگ رو آورد، یه پتو انداخته رو ماشینش، خب کار درستی هم کرده، حالا بعدش بخواد بچهش رو سوار کنه، دوستاش سوار کنه، باید این پشم و
سگی هم که از تو خیابون اومده دیگه گل و شل و خیس و اینا. بعد من فکر کردم چه خوب میشد که من و شما، شمایی که تو ایرانی، شمایی که داری میتونی یه ماشین خریدی، مینیون اینجا مینیبوس یادتونه که دیگه، ببینید از وقتی گفتن مینیبوس دیگه یاد گرفتیم. اینجا هم شما به یک آمریکایی بگی مینیبوس، مینیبوس. مینیون هم همون ماشینایی که از ماشین بزرگتره، از مینیبوس کوچیکتره. بعد اینو یه نفر هدیه بده به اینا، یا پولشو تو آمریکا بگه آقا من 1500 دلار، 1000 دلار، 2000 دلار برات میفرستم، نمیخوام تو بری مثلا لامبورگینی بخری. چی به لامبورگینی میگن؟ چی میگن؟ این آقای فرهاد پارسی خیلی من پوز میداد، نمیگفت بیا اینجا میام از فرودگاه با لامبورگینی. گفتم آقا من اصلا اینا متنفرم، این ماشینای کوتاه، ماشین یکم بالاتر، همین مینیونایی که صندلی داره راحت وایسادی میشینی توش. بمانه یه نفر، دو نفر، سه نفر، انجمنی که داری تو انجمنتون صحبت کنید، 30 تاتون، 30 تا 30 دلار، 30 تا 40 دلار جمع کنید، 1200 دلار، 30 تا 50 دلار، 1500 دلار بفرستید برای اینها یه مینیون بخره که این آقای حسین محمدی ماشین خودشو نبره و بیاره. هر وقت میخواد بره یه دونه از این سگا رو بهش تلفن زدن تو خیابون نجات بده، اون مینیونه رو ببره. به دو دلیل، یکی اگه سگ تو خیابون بوده، کثیف بوده، هنوز اونجا هست، ویروسی چیزی داره تو ماشینی که میخواد زن بچهش سوار کنه نیاد. دوم این که دیگه حالا از اینجا سوارش نکنه ببره چه کلینیک، همونجا کنار این مینیون. من یادم سالها پیش 3 تا 4 تا مینیون خریدم از یه شرکت برق که بعدم با آقای فیلابی به دوستمون رشید به داداشم گفتم هر کی میخواد، من اینا رو خریدم مثلا دونه 1500 دلار. این شرکت ها هستن اینجا. بعد اینا وسط بزنن بغلش، وقتی میرسه اونجا قشنگ اینو که میاره انگار که اومده توی کلینیک کوچولو. اون اول قشنگ بهش برسن، تمیزش کنن، زخمی اگه هست پانسمان کنن. میدونید سگا یه چیزای پلاستیک میکنن گردنشون که وقتی یه زخمی دارن زخم خودشون رو هی نخورن، لیس نزنن، نخارونن یا دندون نزنن زخم تر بشه. یه کسی اگر همت کنه 1000 دلار، 1500 دلار، 2000 دلار تو ایران یه پولی داری، آقا با برادر دعوات، والا من روزی 3 بار دروغ میگم، روزی یکی دو بار این ور اونور دارم که زنگ میزنه میگه آقا ما برادرمون وکالت دادیم رفته ایران، اونجا مادرم برداشته برده محضر، ازش وکالت گرفته، همه چیزها رو کرده به اسم خودش، به جایی که با وکالت ما بره انحصار وراثت کنه و اینها، مادرمونو برده اونجا همه چیزها رو کرده به نام خودش. اگه یه پولای اینجوری خورده شده این ور اونور ریخته شده و اینها، اگه پولی اضافه دارید یا اگر میتونید همت کنید مثل این دوستمون که میگه آقا من رفتم امروز 100 دلار کار کردم، خب این ویدیوی این سگ رو دیدم برای این میفرستم. تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. خود من روز 100 تا دل میشکنم، صدای شکستنش هم تا اینجا ها میاد. خب بریم دیگه چه عکسی داشتیم. خب اگه نگاه کنید، من بارها بهتون گفتم حتی همین الانم توی انگلستان که این کوین و کینگدم اینها هست، به اصطلاح سیستم پادشاهی هست، این نفر اول یه قدم جلو را میره، حالا اون شوهرش یا اون هر کی یا همسرش، هر کی زنه، باید پشت سرش را بره. و تمام فیلمای شاه رو هم نگاه کنید، شاه و فره به این صورت بوده. حالا اینو داشته باشید، من یه عکسی از ترامپ بهتون نشون بدم. ببینید وقتی من به این میگم احمق، آقا پاشم وایسادم، اگه برای احمق گفتنم قراره تو توی آمریکا ما رو بندازن زندان، خب میریم زندان دیگه. بعد حداقل به مردم میگیم بابا اینم از آمریکا که شما میگفتید. بذارید ببینم این عکس رو من میتونم پیداش کنم یا بازم گذاشتمش جایی که حالا بگرد و پیداش کنم. فکر کنم اسمش گذاشتم اوباما و ترامپ، یا نوشتم ترامپ اوباما. آها نه اون بود، ببخش، نه نه اونو نیذاشتم اینجا. ولی خدایا چرا ما اینجوری هستیم؟ بذار ببینم همین. آها حالا یه فرصت پیش آمد اینو بهتون نشون بده.
دوستان اینایی که پول دارن میرن یه زن جوون میگیرن، زنه به خاطر خوشتیپی شما نیومده زن شما بشه. اوکی نگاه کن، صورت زن این ترامپ رو نگاه کن، تا این به امریکن نگاه کنه قیافش. آقا خانم به خودتون دروغ نگید، بله پول داشتی، اون خانمم گفته آقا من به جایی که نمیدونم برم حالا 30 سال توی اداره کار کنم تا بعد بلکه بازنشست بشم، از همه الان بازنشست میشم، بعدم تو ایران اتفاق دیدم یه آقای هنرپیشه یه هست خیلی هم نق میزنه، یک زن جوانی رو گرفته، زنم مثل پرستار ازش نگهداری میکنه و اینها. در هر صورت عزیز من، اینا یا برای مشهور بودن شما اومدن یا برای پول شما اومدن و شما باید اینو قبول کنی. بذارید ببینم، باز همینجا بود این عکسو فرستاده بود که نشون میداد که ترامپ و خانمش دارن میرن داخل کاخ سفید و اوباما و همسر اوباما چجوری وایستدن. اولا این ترامپ مثل گاو واقعا سرش انداخته زیر، جلو داره میره، خانمش پشت سرش داره میره، بعد ترامپ، بعد اوباما و میشل اوباما دوتاشون اینجوری دستشون گذاشتن. دیدی به مهمون دست میذاری پشتش که یعنی نه امکان نداره مثلا من زودتر برم، بفرمایید. دوتاشون دستشون گذاشتن پشت چی میگم تو بک این میگم بفرما تو، ولی اون همینجوری عین گاو قصاله بره ببینه که فکر میکن داره میگه مثلا یه ملکی رو بخره. نمیدونم این عکس کی فرستاد، خدایا شاید حسین فرستاده، بذار ببینم. اینقدر دوستای خوبی داریم و چیزای چپ و راست برامون میفرستن که نه، حسین این عکس رو فرستاده، عکس حسین علا نخست وزیر ایران در تشییع جنازه رزمارا سال 1329. میدونید من چندین بار مصاحبه کردم با آقای دکتر منوچهر رزمارا، ایشون هنوز هم زنده هستن، در فرانسه هستن. به نظر من ایشون یا از ترس یا ذاتن دروغ میگه و یه قسمتایی رو نمیگه، مثلا اون قسمتی که چه پولهایی رو از کشورهای عربی گرفتن یا اون 5 روز توی کدوم کشور عربی بودن، با صدام حسین بودن، با عربستان بودن و اینها نمیگه. میگه ما توی یه قصری بودیم و اونجا کیفای پرپول آوردن به ما دادن. دوستان یه چی خنده‌دار براتون بگم، شیرازیای قدیم به این لگن کوچیکی که بچه ها میرفتن توش به اصطلاح ادرار کنن میگفتن قصری. من هیچ وقت نفهمیدم چرا به این میگفتن قصری، اینم مثلا یه مخالفتی بوده با حکومت پادشاهی چی بوده، بذارید ببینم. خب یه عکسی رو یه دوست همشهریم برای من فرستاده از شیراز که نوشته که الان توی رستوران های شیراز رسمه وقتی که مردا میرن همشون تلفوناشون رو میریزن توی سبدی، بعد اون کسی گارسونی که میاد خدمت میکنه آخر کار یکی از این تلفونا رو ور میداره، تلفن هر کی بود، ببخشید نه اینجور نبود، این آمریکا این کارو کرد، تلفن‌هاشون رو همه آقایون وقتی میرن بیرون تلفن‌هاشون رو می‌ریزن توی دی سی، توی چیز یه سبد، بعد هر کسی زنش زودتر از دیگران زنگ زد اون باید پول میز همه رو بده. گفتم خب این درست نیست، حالا همشون به زن بیچاره میگن آقا خانم به ما زنگ نزنی، یا اگه بچه سوخت خب به بیمارستان زنگ بزن، اگه نمیدونم خودت آتیش گرفتی فلان کن، این خوب نیست. کاری که تو آمریکا میکنن به این صورته، من با دوستام که میرم بیرون، من اینو از پسرم هم یاد گرفتم، یه دفعه رفته بودیم بیرون اینها بهش گفتم که نه بابا بذار من پول بدم اینا، گفت بابا تو همیشه پول میدی، خب ما هم دیگه بزرگ شدیم چیز در میاد، گفتم ای بابا لی به اینا بر میخوره ما پول میز میدیم، بعد گفت که اوکی یو نو وات، گفتم چی، گفت میدونی ما با دوستامون که میریم بیرون این کارو میکنیم، کردیت کارتامونو میریزیم توی یکی از این بشقابا، اون که نمیشناسه اینجوری میگیریم جلوش، یکیشو برمیداره، وقتی برداشت اون پول میزو میده. حالا از همه بهتر اینه که شیرازی ها به این دنگی میگفتن پیکی، هر کسی پیک خودش یا دنگ خودش یا سهم خودش رو بده، حتی اینی که همه برن بخورن بعد 5 قسمت کنن 10 قسمت کنن بده. من دارم هنوز دنبال این عکس میگردم که اوباما و خانمش
دارن پشت سر این زن ترامپ و ترامپ این گاو اون جلو را افتاده همون روزی که ایناگوریشن بوده داره میره توی مجلس. و ببینید اونم برای خودش یه فلسفه ای داره، میگه من یه اون کار کردم حالا این خانمه من از پول من با منه. ببینید خیابون دو طرفه است. اون خانمه الان ببین میگه من نمیام وایت هاوس، میخوام بچه بره مدرسه. چرا؟ میگه آقا بذار این خلوچل دیوونه که ساعت 3 بعد شب وای میسه چیز میزنه بره، منم اینجا برای خودم دیگه. آقای شهبازی کجاست که تعریف میکرد که نمیدونم مامورای حفاظت شاه تو استخر و مامورای حفاظت رضا پهلوی تو استخر و اینا، خدایا این آقای افشارها یاد من داده که غیبت نکنم، ولی گفته غیبت افراد پابلیک آزاده. درستم میگه، چون پابلیک خودش آمده وایستاده میگه آقا من آمدم اینجا شما هرچی میخواید بگی. این صدای ماوس منه که قرقر اینجوری میکنه. این نوه وقتی میاد اینجا میشینه فقط دستشو میذاره رو این ماوس، اون وقت میبینه که من اینجوری میکنم، اونم با این دستاش ماشاءالله دستای کپلش، دستای کپل شیرازی اینجوری تق تق میزنه روی. میگم پدر سوخته همه چیزای زندگی ما رو ریختی به هم دیگه، خدایا این نوه دیگه چه عشقی بود که نصیب ما شد. خدا نوه همه رو نگه داره، بچه های همه رو نگه داره و هیچ کسی رو، چون یعنی رسم زندگی اینه که پدر مادرها زودتر از بچه ها برن، مثلا بعد اینجوریه، برعکس نباشه. چون من دوستانی رو دارم و مادر خودم بچهش از دست داده، میبینم که هر روز چه غمی رو تحمل میکنه. دوستی رو داریم آقای محبی که نوش رو از دست داده میدونیم و امیدواریم که برای هیچ کس این پیش نیاد. و اما 50% دکترها پزشکان بیکار هستن. ببخشید، نوشته رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران گروه اجتماعی حوزه بهداشت و درمان گفته 50% پزشکان عمومی بیکار هستند. دولت 11 بودجه های پزشک خانواده را صرف مسائل دیگر کرد. اینم از این. و اما یه نامه‌ای امروز آمده بود از تلویزیون من و تو. ببینید برای که خبر جلب بشه جذب بشه اینجوریه. نوشته بود که 33 ملاقات محرمانه تریتا پارسی و کاخ سفید و نمیدونم لابی های ایران می اومدی زیرش همون توی پاراگراف اولش نوشته بود 33 ملاقات رسمی. ببین اون بالا میگه ملاقات محرمانه، خبر تیتر دروغ، پایین نوشته رسمی. حالا فرق رسمی و غیر رسمی چیه؟ رسمی اینه که این وایت هاوس یه دفتری داره بهش میگن لاگ بوک، توی ایرانی یادم نیست چی میگه، باید بنویسن امروز ساعت 9 مثلا سوربی از تلویزیون مردم آمد اینجا تا 9:45 دیگه، امروز ساعت 10 آقای تریتا پارسی آقای هوشنگ امیرآمدی آمدن تا فلان. این لاگ و رسمی و اینها کاریه که برمیگردن مثلا میگن فلان سال فلان روز آقا تو وایت هاوس بوده یا نه. خب تلویزیون من و تو که میاد این خبر رو دروغ پخش میکنه، من و شما رو فقط جذب میکنه، یکم به خودمون زحمت بدیم. زیرش نوشتم که شما اینجا نوشتید که ملاقات محرمانه، ملاقات محرمانه که رسمی نمیشه. ملاقات محرمانه توی هتلی یواشکی اون یکی قرار میذاره، اون یکی میره، دوتاشون میرن تو توالت، توی توالت هم دیگر میدونید ملاقات محرمانه که گذاشته بودن اینجا محرمانه هم نبود، اونم باز حماقت دوستانی بود که این برنامه رو برگزار کرده بودن. آقای بیژن مهر بود، حتی آقای حسن ماسالی مسئولش بود که میخواستن آقای دکتر مدنی رو با آقای رضا پهلوی آشتی بدن. مگه اینا تو کوچه با هم دعواشون شده که میخوان آشتی بدن؟ یه برنامه گذاشته بودن، به این گفتودن بیا، به اونم گفتودن بیا که اینا رو بعدن با هم آشتی بدن. یک برنامه‌ای که بدونی که چیز مهمی باشه خیلی میخواستن محرمانش کنن. اون وقت این حسیبی نادانم به من گفت که خب من امروز برنامه دارم اینجا هستم، شما بیا اینجا فیلم برداری کن. اون موقع ما احمق بودیم، فوری برمی‌داشتیم دوربین و اینا می‌بردیم. رفتم میگم آیا آقای بود به نام نمیدونم قائمی بود، قائم مقامی بود، میگه آقا از همه جا که نمیشه فیلم برداری کرد. گفتم آقا اینجا همه جا نیست، اینجا پابلیکه، اینجا شماها دارید برای سرنوشت یه مملکتی حالا یا خیانت یا خدمت میکنید.
باید مردم ببینن بشنون چی میگذره. بگو آقا پس بگو ما تو اتاق خواب شما میان. گفتم خب والا اینجوری که شما ها رفتار میکنین ممکن تو اتاق خوابتون هم کسایی بیان فیلم برداری کنن، ولی ما کاری اتاق خواب شما نداشتیم. توی نیویورک شما اومدی تو واشنگتن توی هتل دبل تری بود موقع اسمش درسته. این هم ازه. خب دوستان عزیز باز ممنونم. این خواهر خوب من خانم نیه از آلمان کمک میکنه، همون کاری که من گفتم، برای که من این بر آبم اون بر آبه، برای که اونا هم اون بر تو ایرانه، به یه دوستیش به یه فامیلیش تو ایران تماس گرفته، ماهی اینقدر هزار تومن، دو ماهی، فصلی، سالی اینقدر هزار تومن کمک کن به این سگها. خانم نیه، خواهر گل من، با وجود که شما با من مخالفی، ولی روز به روز داری میبینی که من زودتر از شما از اون بت پرستی دست برداشتم. تفاوت من با شما اینه، و الا به قول آقای هروی منم هم همین جایی بودم که شما هستی، عاشق یکی بودم این بت شده بود، بعد دیدم بابا این نه قدرت داره، این قدرت نداره خودشو به چرخونه. در اصل من ممنونم، من به جای سگا برات واق واق میکنم، برات پا... این میدونم حتی توی آلمان کمک میکنه، توی آلمان خودشون دخترشون این سگایی رو که احتیاج دارن چند روز یه نفر ازشون مراقبت کنه، اینجا بهشون میگن فاستر هوم، برای بچه ها هست، بچه هایی که مثلا بابای ابیوزره بچهشو میزنه، مادره معتاده، دولت میاد اینو میگیره میبره یه جایی، خیلی ها هستن حقوق میگیرن فاستر هوم شغل، خیلی ها هستن در راه خدا و خدمت انجام میدن. دوستان اونی که حقوق میگیره کاری را انجام میده داره انجام وظیفه میکنه، اونی که حقوق نمیگیره کاری را انجام میده داره خدمت میکنه. بله شما میتونید یه حقوقی بگیرید، کارتون رو که انجام میدید انجام وظیفه کردید، نیم ساعتم بیشتر وایسید اونجا رو تمیز کنید ردیف کنید، این میشه خدمت، میشه انجام وظیفه به اضافه خدمت. من به نوبه خودم از شما ممنونم. و الا اینایی که میان میگه آقا من نمیدونم 30 سال در ارتش خدمت کردم، نه آقا شما خدمت نکردی، شما انجام وظیفه کردی، حقوق گرفتی، کلاتم اینجوری میذاشتی پشت ماشین هر جا دلت میخواد پارک میکردی، میمدی پیچ میپیچی جلو مردم، طرف کلاتو میدید میترسید ازت، و شما چه ناجوان مردانه ول کردی. ما دل خوشی از شاه نداریم، شاه خودش اشتباه کرده بود، شما ترسوها رو جمع کرده بود، چهار تاش که دلیر بود شجاع بود دانشواش کرد بیرون و فراری داد و در به در کرد، 8 تا 9 تا 10 تا 100 تا ترسو. و ضمناً فکر کنم ارتش ما بیشترین تعداد جنرال یا تیمسار رو تو دنیا داشته، و تیمسار هم فقط کسایی میشدن تیمسار که شاه باید اون تاج رو بهشون میداد. باورت میشه درجه ارتش نظامی تاج شاه بود با یه ستاره، تاج شاه بود با دو ستاره. یادم سرهنگ احمدی مال کجا بود، سیب زمینیش خوب بود توی فارس، خدایا این توی خرم‌آباد فرمانده ما بود. من دو تا سرهنگ احمدی داشتم، یه سرهنگ احمدی توی خرم‌آباد، یه سرهنگ احمدی فامیلیش پسوندم داشت، خدایا اون توی هوا برد، که اون توی هوا برد توی نیروی ویژه به من میگفت تو آدم مرتبی هستی، گردن کلفت هستی، اینها این توی ارتش وایسا. گفتم بابا ولمون کن. در هر صورت اون آقای احمدی این بیچاره میگفتن که دوره سرهنگیش تموم شده ولی شاه از این خوشش نمیاد و بهش درجه نمیده. چرا متملق نبود؟ چرا لباسی رو که ارتش بهش میداد میپوشید که نشون بده چقدر ارتش کارش خرابه؟ لباس میپوشید، یه آسینش اینجا بود یه آسینش اینجا بود. دوستان خودتون یادتونه کلایی که ارتش بهتون میداد، پوتینی که بهتون میداد، بعد از اینکه حالا پوتینا رو مینشستیم با دوستامون عوض دو گز میکردیم، بعد باید میرفتیم تازه تو بازار پوتین میخریدیم، لباس ارتشی میخریدیم میومدیم. خب اینا اسراف بود. یعنی ببینید اسراف فرق میکنه، اسراف اینه که شما یه پولی رو مثلا برای دو تا چراغ روشن کنید چهار تا چراغ روشن میکنید، ولی اینها خراب کردن بود. مثلا یه شرکتی اتفاقا آقای سرشار به اشتباه، خیلی ها فکر میکردن این سرشاری هست که لباسای ارتشی اینها میدوخته توی چیز، چون آقای سرشار خودش تو شهربانی بوده، داداشش بیروز تو شهربانی بوده و بمانه.
اینا پول رو حیف و میل میکردن، پولا رو میدادن، لباسای ارتشی میخریدن، ما لباس تحویل میگرفتیم، بهمون میگفتن خب حالا مثلا یه هفته وقت دارید برید لباساتون رو اندازه کنید و نمیدونم پوتینتون هم به پاتون عادت کنه برگردید بیان از خرم آباد دوباره راه بیفت برو شیراز. خیلی ها نمیمدن اونجا وای میسادن. چه گویم که ناگفتنم بهتر است، زبان در قفا ماندنم بهتر است. من منتظر بودم که این خانم شهلا بیاد، که این خانم نیر بیان و به اینا بگم خانم خواهرای گل من هر چی شما خوبی میگید قبول دارم، شما بیاین به من بگید که دولتی که خوب بود، پادشاهی که خوب بود، حکومتی که خوب بود چطور شد که ایتو شد به قول شیرازی ها، یا به من بگید چه بدی هایی داشتن. این تکنیک رو برای آقای غلام حسین مصباح هم سالها پیش میخواستم پیاده کنم، بگم آقا شما هرچی از جمهوری اسلامی میگی، از خوبیاش میگی ما قبول داریم. دیگه وقتی قبول داریم که نباید مناظره کنیم. من از شما میپرسم چه اشکالی داره این دولت جمهوری اسلامی که به حرفای خودش هم عمل نکرده؟ مگه خمینی نگفت آقایون امامه به سر رئیس جمهور نشن، مقامات دولتی نگیرن؟ مگه نگفت خونه میدیم؟ مگه نگفت ما نفت مجانی میکنیم؟ مگه نگفت ما اتوبوس مجانی میکنیم؟ خب از اینجوری یقشون میگیرید. و فکر کنم به همین خاطر هم هست که دوستان طرفدار پادشاهی میگن آقا کجا بریم؟ این سوربی خودش میگه بدیارو، بعد که ما بریم میگه آقا خب خانم منم همینی گفتم، که مثل همینی که آقای آرمن ساگینیان گفتم، گفتم آقا شما مینویسی من در دانشکده در کلاس مدیریت خواندم اگر یک راهی را قبلا رفتی دوباره نرو. آقا اینو سه روز پیش من بهت نوشتم. اون احمق کسی هست که یک راهی رو بره همون the same way بعد بخواد نتیجه مختلف ازش بگیره. و حالا تو برش نوشتی من در دانشکده مدیریت، تو که میگی من مهندس ساختمان بودم، بله حالا ممکنه یک کلاس مدیریتی هم میگرفتی که نمرت بهتر بشه. دوستان عزیز ساعت 4:01 است. از یکایک که شما ممنونم. این قسمت دوم مهمان برنامه، مهمان آقای یزدان خدابندلو بوده. از ایشون ممنونم که چندین مدت برنامه داشتن و برنامه هاشون رو با تایپ کردن اسمشون یزدان خدابندلو هم در فیسبوک هست، هم در یوتیوب هست و این سرویس مردم تیویه. امروز آقای فرزاد عزیزی آمده برنامه گذاشته، خداحافظی کرده رفته، بهش میگم روی فیسبوک بایگانید هست. 10 دقیقه بعد براش لینک رو فرستادم، نوشتم چند دقیقه دیگه حاضر میشه. اگر شماها هر کدومتون تلویزیونی تو تلویزیونای ایرانی بهتر، مرتبتر، آزادتر از تلویزیون مردم میدانید، تشریف بیارید مهمون من باشید، تبلیغ اون تلویزیون رو کنید. آقای چمنارا روز اولی که اینجا اسم تلویزیون میهن آورد یه دفعه میخواست زبونشو گاز بگیره، گفتم آقا اینجا اسم هر کیو میخواید بیار، من خودم ویدیوهاشون رو نشون میدم، من خودم تبلیغاشون رو نشون میدم، چون خوشحالم که مردم برن بعد بگن بابا صد رحمت دهم این کفندوز اولی، چون ما ملت اینجوری هستیم، نمیگیم آقا اون کفندوزی بد بود، میگیم صد رحمت به کفندوز اولی. برنامه ها رو ادامه میدیم. فیلم آقای ماسالی گفتم World Crisis، ممنونم از این دوستمون که از اون ور آبها، از اون ور اقیانوس نوشت سوربی، Crisis میشه بحران، درست میگه کاملا، ممنون. سوال کردم این کومودار رو تو خونه اینجا میگن درایر، تو ایران میگیم چی؟ ایشون گفت کشو. کشو هم که نمیدونم فارسی باشه یا نه، احتمالا یا فرانسویه یا روسیه، فکر کنم به هر قسمت اون میگفتن، ولی اصل خودش رو کمد میگفتن. حالا یا کمد هم نمیدونم مال کجاست، ای خدا عیب نداره، همین که من میگم کمد شما میفهمید تموم، همین که میگم کشو اولش رو بکش بیرون شما میفهمید تموم. به این میگن زبان گفت و شنود چی؟ پایدار. اونی که میگه بر شما درود، من دیروز از فرتور آقای آبرامیان دیدگاه میکردم، حالا فرتور یعنی عکس، دیدگاه میکردم یعنی تماشا میکردم، این احمد میخواد زبان رو ایستا کنه، نگه داره و هیچ کس نمیتونه سنگ به این بزرگی جلوی یک آب، جلوی یک جوی آب رو نمیتونه بگیره، روان میشه.
سعی کنید روان باشید. روز روزگارتون خوش از اینکه من مهمان شما بودم یا شما مهمان من بودید. تشکر میکنم، ممنونم که مزخرفات منو گوش دادید. اگر شما هم مایل هستید مزخرفاتی بگید، تلویزیون مردم جای شماست. مرسی، خدا نگهدار. بازم از آقای یزدان خداوندلو تشکر میکنم که با ما بودن و طبق معمول وقتی آمدید خوش آمدید، وقتی رفتید با امید دیدار. مرسی.